بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقات رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشید. یکی از دوستان به من پیشنهاد کرد که اول برنامه سرخط یا تاپیک موضوعاتی رو که میخوایم یا تاپیک هایی رو که میخوایم صحبت کنیم بگیم که این بنده خدا بدونه که بشینه یا بره. ما گفتیم چشم، ولی ما انقدر راجع به همه چیز صحبت میکنیم از هر دری سخنی که نمیدونیم. حالا امروز سعی کردم این صفحه اول رو به صورت هدلاین یا سرتیتر بنویسم یا خلاصش رو بگم، بعد که بگیم درباره این به طور مشروع پس از اعلام برنامه صحبت میکنم. اولا امروز جمعه اول ماه جولای سال 2016 میلادی است، برابر با 11 تیر ماه 1395، دوشنبه 4 جولای هست، روز استقلال ایران، روز استقلال آمریکا، و اینجا تعطیل هست. بنده هم تصمیم گرفتم که تعطیل باشم مگر اینکه یه وقت برنامه‌ای پیش بیاد که مجبور باشیم زنده با شما باشیم. مثلا یک شنبه یکی از دوستان داره میاد واشنگتن، قرار هست 2 ساعتی با ایشون باشیم. اگر وقت کنه و برنامه بتونیم بذاریم، خب ممکنه حتی یه شنبه هم برگردیم و با شما به صورت زنده برنامه داشته باشیم. در هر صورت حسن تلویزیون مردم اینه که برنامه ها همه به صورت بایگانی ضبط میشه و سالها پیش قبل از این که ما چیزی به نام VOD ویدیو آن دیمند باشه و بلد باشیم، ما این کار رو شروع کردیم و از این بابت هم میتونم بگم که شماره 1 هستیم در تلویزیون های ایرانی. و اما موضوعاتی که صحبت میکنیم، حالا دیگه تروریست ها هم خودشان در امان نیستن. ماجرای حزب الله لبنان که از ترس و وحشت و اون راهپیمایی یا تظاهرات روز قدس رو جمعه، آخرین جمعه ماه رمضان، روز قدس رو تعطیل کردن. درباره نامه چند سناتور آمریکایی به آقای جان کری درباره بحرین صحبت میکنیم. در رابطه با انتخابات مجدد در اتریش صحبت میکنیم که دادگاه عالی اتریش انتخابات را باطل کرده و به نظر میرسه که انتخابات دیگه‌ای رو بخوان برپا کنه. پیام آقای سعیدی رو پخش میکنیم، در موردش صحبت میکنیم. و من دیروز یاد گرفتم که از طریق فیسبوک هم میشه پول ارسال کنید یا دریافت کنید. گویا این سرویس فعلا فقط به دوستانی که روی فیسبوک با هم هستن و توی آمریکا هستن این کار انجام میشه، که در این مورد هم صحبت میکنیم. ما آقا نمیتونیم خلاصه بگیم، ما ایرانی هستیم، وقتی میخوایم خلاصهشو بگیم خود خلاصه یه مشروعه. خب ارسال پول از طریق فیسبوک. و اما رئیس سازمان سیا گفته که داعش میخواهد به حمله بزرگی در داخل آمریکا دست بزند. مسابقه انتخاب نخست وزیر در بریتانیا انگلستان شروع شده. مراسم 100 سالگی جنگ جهانی اول و درگیری انگلستان در اون جنگ امروز بود جشن گرفتن، یا به اصطلاح یا چی میگن مموریال، یادآوری کردن، بزرگداشتش بود. و اما تراجنس ها در ارتش آمریکا، من نمیدونم این ترانسجندر رو به فارسی اسمش رو گذاشتن تراجنس ها، در هر صورت در اون مورد هم صحبت میکنیم. و اما ضمن تشکر از آقای جمشید شیرازی که فکر کنم بالاخره فامیل در اومدیم، من نمیدونستم ایشون شیرازیه، وقتی راجع به باغوش و اینا صحبت کرد توی شیراز اسامی رو گفت، فکر کردم که این ولی از فامیلش رو، بعد اینها حتی ممکنه که یکی از فامیلای ایشون مربی کشتی بنده بوده. البته اگر ببینمش بهش میگم شما من رو اشتباهی فرستادی کشتی فرنگی و حقیقتا باید میفرستادی کشتی آزاد. درباره پیام خانم سلطنت طلبی که من باور دارم ایشون شاه اللهی هست صحبت میکنیم، پیام ایشون رو میذاریم پخش میکنیم. برنامه های آقای حسن ارشاد
به احتمال زیاد از هفته آینده جمعه شروع میشه، ولی چون ماه رمضان بوده و اینها من تماسی باشون ندارم، منتظر خود ایشون هستم. درباره نهاری که من خوردم ولی برای تلویزیون مردم خیلی گران تمام شد صحبت میکنم، از محمود و مادرش تشکر میکنم، و اما از هوشنگ ترسو همشهری عزیزمون از کالیفرنیا صحبت میکنیم که باز هم از تلویزیون مردم حمایت کردم و ممنون و متشکرم. و دو جلد کتاب هم که ما نشون داده بودیم، ایشون گفته این دو جلد رو هم برای من بفرست. چشم، گذاشتم اینجا که براتون پست کنم، ولی امروز که برنامه داشتم نتونستم، و اگر بتونم فردا صبح، اگه نه دیگه دوشنبه هم تعطیل، اینجا میذارم سه شنبه صبح. فعلا هم انقدر کتاب داری که بخونی تا اینها برسه. و اما من قرار بود که یک مناظره ای داشته باشم با خانم نیر. خانم نیر یه چند تا اتفاق براش افتاد و اینها، گفت آماده نیست. بعد یه روزی برای من نوشت که من اصلا فکر کردم مناظره نکنیم، نه من میتونم شما را تغییر بدم نه شما میتونید من رو تغییر بدید. گفتم اه چه خوب شد شما این رو گفتید تا من در این مورد صحبت کنم. و اما دلیلی که امروز این موضوع رو گفتم، موضوعی است که یکی از دوستانمون که نوار میفرسته، صداش رو پخش میکنیم، مقاله میفرسته، اطلاعات عمومی ما رو بالا برده، حداقل اطلاعات عمومی من رو. شاید شماها همتون دانشمند بودید و هستید و احتیاجی نداره. در هر صورت ایشون امروز گفت که بعضی وقتا فایده نداره با این دوستان صحبت کردن، ولی ما باید حرفمون رو بزنیم و بذاریم مردم نظر بدن. مردم میبینن، مردم دقت میکنن در موردش، فکر میکنن، تحقیق میکنن احتمال زیاد، و اونها نظر میدن. این بود که من بهش گفتم که ما در این قسمت هم با شما هم عقیده هستیم. خب رفتم تو برنامه اصلی سرتیترا رو خوندم. معمولا برنامه آمریکایی یه موضوعی رو میاد میگه، دربارش یک ساعت صحبت میکنه. ما فعلا یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و هفت و هشت و نه و ده و یازده و دوازده و سیزده و چهارده و پونزده تا گفتیم. حالا خدا میدونه تا کی بتونیم با شماها باشیم. ممنونم از خانم لیلا که از طریق فیسبوک با ما هستن. نمیدونم چرا اسامی بعضی ها رو نمینویسه. شاید اونایی که با فیسبوک ما دوست نیستن یا فالو نمی کنن، اونها همین جوری میتونن بیان مثل مهمان، ولی افرادی مثل لیلا خانم وقتی میاد اسمشون رو مینویسه که لیلا جوین، یعنی اون هم به ما پیوست. ممنونم از شما دوستان، ممنونم از دوستانی که این صفحه ها و نوشته ها رو شیر میکنید با دیگران. و این ضمن این که کمترین کاری هست که میتونید انجام بدید، لطف بزرگی هست به من و تلویزیون مردم. و درباره مناظره برای خانم نیر هم نوشتم دوست خوب، خواهر گرامی، قرار نیست من در 60 سالگی، شما هم در هر سنی که هستید، همدیگر رو تغییر بدیم. قرار این هست که شما یک نقطه نظراتی رو دارید، من یک نقطه نظراتی دارم. همونجوری که آقای فرزاد شبستری، اتفاقا ویدیوی جدیدشون رو پخش میکنیم از چهارشنبه تا حالا، همونجوری که ایشون بارها گفته که واقعیت چیزی هست که اتفاق افتاده، اون رو هیچکی نمیتونه تغییر بده، ولی حقیقتی که من میگم از اون واقعیت با حقیقتی که شما میگید تفاوت داره. مردم به عنوان شخص سوم باید اینجا باشن، حقیقت من رو بشنون، حقیقت شما رو هم بشنون درباره اون واقعیت، بعد برن تصمیم بگیرن. و ای بسا خیلی ها رو که ممکنه فقط نشستن حقیقت هایی رو که من دیدم تعریف میکنم، اونها باعث شده به جهت من بیان. پس شماها که مخالف من هستید و حقیقتی رو که دیدید فرق میکنه، شماها وظیفتون اینه که بیاین بگید و اونها رو آگاه کنید. یعنی در حقیقت بذار من این دکمه رو باز کنم، چون پول دکمه ها رو دادیم همش رو استفاده میکنیم، ولی بعضی وقتا نمیدونم چرا مثلا دکمه پیرن با کراوات که میپوشی حتما باید بالاش بسته باشه، ولی پیرن اینجوری که میپوشی اگه بالاش بسته باشه ام لوکینگ میشی. در اصل من فکر میکنم که شماها وظیفتونه وقتی که با من مخالف هستید و از این تلویزیون داره صحبتهای من پخش میشه، آقا جمشید گرامی،
شما نگی خب شما رادیو تلویزیون دستت میای هرچی میخوای بگی. مگه آقای سعیدی به این سادگی نیومده برنامه گذاشته حرف زده رفته؟ شما چی کم داری که نیای 10 دقیقه ربع ساعت هفتگی روزانه حتی برنامه بذاری؟ در صورت بریم از اول این موضوعات بگیم. منتظر خانم نیر هم خواهیم بود که بعد از اینکه مشکلاتی که دارن، هممون مشکلاتی داریم، باید برای خودمون وقت پیدا کنیم. اینایی که ورزش میکنن این رو میگن، اینایی که تفریح میکنن اینها این رو میگن، میگن ما میتونیم ورزش کنیم، میتونیم تفریح کنیم، برای که ما هم مثل شما کارهای زیادی داریم، ولی برای این هم اهمیت قائل شدیم، ارجحیت قائل شدیم، جزء برنامه‌هامون گذاشتیم و به این هم عمل میکنیم. پس شما عذر بی خود نیارید که من وقت ندارم. اگه این عذر رو بخوان همه استفاده کنن، هیچ کس وقت نداره. حالا دیگر تروریست ها هم در امان نیستن. حزب الله لبنان از ترس روز قدس را برگزار نکرد. من برای این دوستم نوشتم، خب چه خوب، بذارید اینها رو اینجا بیاریم با دلیل و مدرک و سند برای شما بخونیم. این رو اگه اشتباه نکنم شهرام عزیز فرستاده برای ما. بله شهرام هم سالهای سال هست که لطف میکنه، هر وقت مقاله‌ای میبینه، فیلمی، ویدیویی یه جا میبینه برای ما میفرسته. خب دوستان بگید ببینیم که صدا در آهان. مرسی لیلا گفته که لطف دارید. لیلا خانم بگید که صدای ما در فیسبوک چگونه است؟ معمولا وقتی که ما یه نفر رو تلفن داریم یا ویدیویی پخش میکنیم، دوستان میگن اون موقع صدا کمه. از هفته قبل ما یه سیستم دیگه اضافه کردیم اینجا که اون صدا هم خوب باشه. البته ماشاءالله هیچ کدومشون که به خوبی صدای من نیست که. من اگه یه کم اعتماد به نفس داشتم الان خواننده بودم. تا هفته پیش داشتیم با آقای مهرداد آسمانی کلکل میکردیم و ایشون نوشت که ای کاش قبل از مردن هنرمندان مردم بهشون به اصطلاح احترام بذارن، بهشون اهمیت بدن، بهشون رسیدگی کنن. گفتم که تا بوده چنین بوده، تا هست چنین هست، شما ناراحت نباش، ولی یه مقدارم کوتاهی از خود هنرمندان هست. مثلا دوستان شما یه برنامه رو دیدید که از کانون هنرمندان هفتگی پخش بشه؟ نه، همشون دنبال پولن. بعد یه طوری که میشه میگن مردم با آقا، مردم به شماها وظیفه‌ای ندارن، یعنی وظیفه‌ای برگردن مردم نیست نسبت به شما، دینی نیست. میان کنسرت پولشونو میدن میرن، آهنگ میان، حالا اگه مجانی هم گوش داده باشن، شما اگه نمیخوای اینا مجانی گوش کنن آهنگ پخش نکن، چون این قرن 21 تکنولوژی بهشون اجازه داده مجانی بدزدن. شما نمیتونی همه رو پیغمبر خدا کنی. تازه خود پیغمبر خدا ببین چجوری زد، کشت، دزدید، برد، خورد. مرداد عزیز خیلی ناراحت نباش. اینم از ایران پرس نیوز نوشت که حالا دیگر تروریست ها هم در امان نیستن. بذارید اینجا صفحه رو نشون بدیم که فقط یه عکس، البته متنش اینجوریه. حزب الله لبنان از لغو مراسم روز جهانی قدس در بیروت به دلایل امنیتی خبر داد. حزب الله لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد با توجه به اوضاع امنیتی، مراسم روز جهانی قدس که قرار بود فردا جمعه در مجتمع سیدالشهدای بیروت برگزار شود، لغو شد. به گزارش شبکه خبری المنار، حزب الله لبنان با بیان این موضوع همچنین اعلام کرد که مراسم مربوط به روز جهانی قدس لغو شده و تنها سید حسن نصرالله عصر امروز گفتگوی تلویزیونی خواهد داشت. این اولین باری است که حزب الله راهپیمایی روز قدس را لغو می‌کند. این گفتم بهتون بارها، چیزایی هست که تو زندگی عوض شده اسمش. مثلا اون وقتا میگو آقا ما یه ماشین دست دوم میخریم، یوزد کار، یه ماشینی که قبلا استفاده شده ازش، حالا میگن پریویوسلی اوند، یعنی قبلا صاحب داشته. فقط گول خودمون میزنیم. این ماجرای روز جهانی قدس، یه نفر میتونه به من بگه این در چند کشور جهان این روز به اصطلاح بر چی میگن جشن گرفته میشه، تظاهرات برقرار میشه؟ این منو یاد
بازی های بیسبال آمریکا میندازه. بیسبال آمریکا یه مسابقه ای دارن مینسه که فکر کنم ورد گیم، یعنی دیگه این مسابقه دنیاست، مسابقه جهانیه. کجا جهانیه؟ حتی از آمریکا با یه کشور دیگه نیست، همش مال خود آمریکاست. حالا اسمش یادم رفته. در صورت اینا بعضی وقتا این اسم ها رو استفاده میکنن، مثل تلویزیون های ایرانی دیدی میاد میگه که شما دارید به برنامه تلویزیون اندیشه، تلویزیون جهانی اندیشه. آقا این روزا هر بچه ای از خونهش میتونه تلفنش رو بگیری دستش اینجوری فیلم پر کنه، همون موقع مستقیما جهانی میشه. حالا یه مش جهانی پیرمردی ریختیم توی تلویزیون ها، میگی تلویزیون جهانی. در اصلت نگید جهانی که مردم یه وقت با جهانی اشتباهتون نگیرن. و اما جمشید عزیز که گفته شما میتونید من را هم به عنوان جمشید شیرازی معرفی کنید. شیرازی ها خیلی زیاد شدن ها، کاش که ما یه برنامه بذاریم، برنامه شیرازی ها. هیچ کرم را ندید تو برنامه فقط شیرازی حرف بزنید. خب میگه که of course is a good idea, is a good deal. یه چیزی براش نوشتم که شما برو پیدا کن، همون چیزی که تو برنامه گفتم، شما برو پیدا کن و بفرست اینها، من هم اینجا پخش میکنم. دیل ایشون هم گفته گود دیل. اینجا دیل همون که با هم صحبت میکنیم، مثلا میگیم آقا فردا صبح دیگه اونجا هستی، من 20 تومن بهت میدم منو برسونی فلان جا، معامله قراره دیگه، قبوله؟ شما میگیم قبول. اینجا میگن دیل، اونم میگه بله. میگه که من نمیدونم شما چرا به انگلیسی برای من مینویسید. However, we both are Iranian and same city, Shiraz. میگه که در هر صورت ما هر دو ایرانی هستیم و از شیرازیم. قربونت برم، من که از شیراز کامپیوتر نداشتم، کامپیوتر بیارم که کیبورد شیرازی باشه. کیبورد کامپیوتر من که مال دل هست انگلیسیه. قبلا یه سری آلفابت داشتم، کیبورد ها یادتون باشه قبلا سفید بود، اون آلفابت ها را از ایران یا اینجا یک کسی درست کرده بود پخش میکرد، سیاه بود، ما میذاشتیم رو سفید میدیدیم مینوشتیم. حالا میبینم که اولا قربون شما، همه اونایی که تو ایران هستن انگلیسیشون از من و شما بهتره، از من بهتره، ممکنه از شما بهتر نباشه. دوم این که به دلیل همین کیبورد و اینها من این کارو نمیکنم و گاهی اوقات که مجبورم یه چیزی رو بنویسم، یا از بهنویس استفاده میکنم یا از گوگل، ایمیل گوگل هم اجازه میده شما با فارسی بنویسی اینها، بعد اونو باید کاپی کنم و پیست کنم و اینها میذارم اونجا. و حقیقتش اینه که سعی میکنم یه کمی هم تمرین کنم، من که از صبح تا شب با ایرانی ها هستم، اقلا این انگلیسی رو یه کم تمرین کنم، چهار تا کلمه رو. من اون دفعه یادمه که این کلمه specific همش من استفاده میکردم، special یه چیز مخصوص، در صورتی که آمریکایی‌ها مثلا به شما میگه که از این راه من ببرم، یا شما you have a specific way، یا یک راه مخصوص خودت داری. خب اینا اگه شما استفاده نکنید مثل من برام مشکل میشه specific. مثل اون بود اذیت میکردیم به هم دیگه، میگفتیم یه خارجی که میگفت فارسی بلدم، میگفتیم بگو ببینم قسطنطنیه، یا بنویس قسطنطنیه، بدبخت میگفت بابا ولم کن، یا مینوشتیم من مشتعل عشق علیم، چه کنم، همش میچسبید به هم. باورتون میشه اون بیکاری که اینو فکر کرده که این جمله من مشتعل عشق علیم چه کنم همه رو میچسبون به هم، مینوش پشت تاکسی بار و اینا، این دیگه چیه، من هم اینجور. در صورت اون تنبلی منه، شما شیرازی منم شیرازی، تنبلی افتخارمونه. چرا؟ تمام چیزای خوبی که ما تو دنیا داریم و دیگران دارن ازش استفاده میکنن، آدمای تنبل به فکرشون افتاده. مثلا اگه ما زرنگ بودیم مثل تهرونی ها، بارو میذاشتیم رو سرمون میبردیم، هیچ وقت چرخ رو اختراع نمیکردیم. ما چون تنبل بودیم گفتیم بابا ولش کنید تهرونیه، بذار بارکش باشه، ما چرخ. حالا تهرونی ها نریزین یه وقتی اذیت کنیم، به ما بیانیه صادر کنیم، اونم بیانیه های فیسبوک. دیدی دو روز اشتان گفت که دوستان با من تماس گرفتن گفتن بیا بیانیه صادر کنیم. اشتان گفت آقا برید دنبال عمتون بیانیتون، اگه کار میکرد که بیکار الان تو خونه نبودی. در صورت جمشید بخونم تمومش کنم بره. و You were explaining the zoo. میگه ها یادت میاد اون روزی که راجع به
باغ وحش در شیراز صحبت کردی و سه چهار تا غلط گفته بودی، من برات گفتم که صمد عقاب کیه، خلیل عقاب کیه، سیروس قهرمانی کیه و اینها، گفتم بله مرسی ممنونم، اون معلوم شد که دیگه شما شیرازی شیرازی هستی، گرین کارت شیراز بودن تو ازت نمیگیریم. گرین کارت شیرازی ها این کلم پلویه که فقط شیرازی ها درست میکنن، البته این روزا همه جا درست میکنن. اون وقتا یادم اگه میرفتی شمال شما زیتون پرورده میخوردی، الان میگن همه جای ایران تو خیاب تو فروشگاه های وسط راه هم زیتون پرونده هست و این خوبه. این نتیجه اینه که تمام دنیا، بعضی ها میگن شده یه دهکده کوچیک، بعضی ها میگن یه دهکده بزرگ. حالا چرا میگن دهکده، چرا نمیگن شهر، من نمیدونم، بمانه. خب دو، این اولیش بود. دو میگه I was expecting your recommendation about sending money، میگه من منتظر بودم که شما به من بگی که چجوری من برات پول بفرستم. ببین من قدیما با این دوستم کار میکردم، وقتی میرفتیم کانونشن های مختلف عکس و این چیزا میفروختیم، عکس میگرفتیم، بعد عکس میفروختیم، اوردر میگرفتیم از مردم، طرف دست میکرد تو جیبش میگفت که شما کردیت کارت هم قبول میکنی؟ ما بهش میگفتیم شما حالا که دست کردی تو جیبت، هر چیزی که شما از جیبت در بیاری، کارت، چاقو، پول، نقد، کردیت کارت، چک، ما ازت قبول میکنیم. دلیل خوبی هم داشتی، اگه طرف چک مینوشت یا کردیت کارت میداد، اگر پولش نقد نمیشد ما براش چیزها رو پست نمیکردیم. اون موقع سیستم عقب افتاده ای بود که نگو و نپرس، طرف چک رو میداد یا کریدیت کارت رو میداد، ما میوردیم میدادیم آفیس، یه بنده خدایی مینشست مینوشت اوردر و اینا رو بعد میذاشتن بانک، بعد از بانک معمولا آمریکایی ها چک که میدادن بر نمیگشت، بیشتر خارجی ها بود چکاشون بر میگشت. این آرنولد شوارتزن ایگر حرامزاده هم $1,200 چک پول این دوست ما رو خورد، عکس گرفت، چک داد، اون موقع هم گاورنر کالیفرنیا بود. خب اینم خارجی دیگه، اتریشیه، بی خود نیست، انتخاباتشون رو باطل کردن. در هر صورت بعد اینا رو حالا بشین یکی یکی این عکس شماره فلان رو اوردر بده، چه اندازه ای بذار تو پاکت یا بذار توی این لوله هایی که فیلم و عکس و اینا براش میفرستن، بعد پست کن بره. شما هم عزیز دل، عزیز برادر، هر جوری که بخوای میتونی پول بفرستی. ما مثل اون احمقی نیستیم که گفت آقا مگه من قاچاقچی ام که کش بگیرم. احمق، همه فروشگاه های آمریکا خیلی از شغلا فقط کش میگیرن، اینا قاچاقچی ان، اینا کتاب دارن، یه دفتری دارن، تو اون شب تا شب کشا رو مینویسن، مثل تو نیستن که خبر از زندگیش نداشته باشه. در هر صورت شما کش میتونی بفرسی، با پیپل میتونی استفاده کنی. اگه تو آمریکا رو فیسبوک باشی، دیدم دیروز که فیسبوک یکی از دوستان گفت آقا میدونستی که میتونی با فیسبوک هم پول بفرستی بیاد و گویا فری هم هست، یعنی هزینه نمیگیره. هنوز امتحان نکردم، یک کسی برای من یه $10 بفرسته ببینم فی میگیرن ازمون چجوریه، دوستانی که رو فیسبوک هستن. خب بعد نوشته که نوشته که من اون روز وقتی گفتم بتی، منظورم یک خواننده هست. بتی is one of the very nice Iranian singer. من حقیقتش نمیدونم و یه وبسایت رو دیدم مینویسه نمیدونم ماجراهای ام بتی، نمیدونم حالا در رابطه با اون هست یا این نیست. در هر صورت ایشون نوشته که اگر میخوای برو روی یوتیوب بزن لبخند قدیمی اور یادته اور فردا تو راهه، که همش هم اینا غلط می‌نویسن معمولا، فردا تو راهه نی، فردا تو راهه باید دو تا او داشته باشه یا یو داشته باشه. I am really feeling so nice. خب خیلی هم خوب. When I listening to وقتی که ایشون به اون برنامه‌ها گوش میده خیلی حالش خوبه. خب آدم خوبیه، میره اون برنامه‌ها گوش میده حالش خیلی خوب میشه، برای اینکه نپره بالا سرش بخوره تو صف و اینا. من یادم مسابقه آمریکا و چیز که بود، داداش من پرید سرش خورد تو صف، البته خونه اون موقع سقفش 8 فوت بود، 2.40، الان شده 10 فوت بیشتر. دلیلش هم اینه که قدیما خونه‌های آمریکایی رو سقف‌ها کوچیک، پنجره ها کمتر، برای که گرما و سرما رو خیلی مصرف نکنه، ولی الان ملت بی خیال پول شده. در اصل خوشحالم که اونجا میری
خوش میگذرونی، اینجا میای یه چیزی یاد میگیری. از یاد گرفتن معمولا آدم ناراحت میشه، به فکر فرو میره، مغزشو کار میکنه، بعد با ما صحبت میکنه. در صورت نوشته have a lovely weekend. lovely weekend هم یعنی یک آخر هفته عاشقانه داشته باشید. من ممنونم، امیدوارم شما هم همین lovely weekend و safe، مهمتر از همه be safe be happy، یعنی هم امن و امان باشید. میرسیم حالا بهش، مخصوصا امروز خیلی کاغذ دارم دوست. و درباره این که خب اول از همه نامه چند سناتور، نامه چند سناتور آمریکایی به جان کری درباره بحرین. سناتورهای آمریکایی نامه نوشتن به وزیر امور خارجه آمریکا آقای جان کری یا جان کری، که آقا ضمناً ایشون دوست منم هست، میدونید تو گوشش صحبت کردم و نشون داد که یاسین به گوش خر نخوندیم و حرفمون یک کمی اثر گذاشت، که بهش گفتیم آقا این سنگشنایی که شما گذاشتید، میبینید این گوشش هم گرفته پشت گوشش که صدای اونورا اذیتش نکنه و حرف من رو کاملا بشنوه. فکر نکنید ما اینجا آدم دست کمی هستیم. بله، این آقای جان کری، بذار ببینم، آها اینم عکس گرفتیم با هم، دوربینش فرق کرده، این یکی کوچیکتره اون یکی بزرگتره. بله، و به نظر من آدم منطقی میاد، حتی الان درباره کردستان صحبت که میکنه اون صحبت خودمختاری میکنه نه تجزیه. میگه آقا این میخواد از سوریه و عراق و ایران یه جایی رو به عنوان خودمختار بسازن، بسازن ولی جدا نشن و اینها. بحثاشو میشه هر کسی که وارده صحبت کنه. و اما درباره بحرین، اونایی که توی بحرین هستن و مخالف دولت هستن میگن که آمریکا شده ستادیه، مثل همون آقای رضا پهلوی هست، فقط اعلامیه چاپ میکنه، بیانیه صادر میکنه و اینها. گفتم این فقط شده ستاد بیانیه ها و جنبه عملی نداره و ما خیلی جدی نمیگیریم صحبت ها و نوشته ها و بیانیه های اینها. و اما دادگاه عالی اتریش انتخابات را باطل کرد و ممکنه که دوباره انتخابات بذاره. من گفتم عجب احمقای هستن، آقا از این آخوندا یاد بگید. ببین چه قشنگ با ماشین رفت رو مردم که اعتراض میکردن، ملت و بیچاره اصلا ترسون دیگه. این بار اصلا کسی نگو آقا انتخابات غلط بود درست بود، گفتن آقا ولمون کن، هر کسی رو میخوان از تو قدشون در بیار. این چیه شما دموکراسی؟ مردم میان میگن انتخابات قلابی بوده، شما دوباره انتخابات میذارید؟ این همه خرج رو دست مردم اتریش میذارید؟ مثل اونا از اون بالا تیراندازی کرد، تق 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 چند تا رو کش، از اون بالا زد خانم ندا رو کش، از اون بالا زد اون پسره رو بیچاره با ماشین شهربانی، با ماشین نیروهای انتظامی رفتن روش، تموش. کمپوزیسیون ما هم که هنوز نشسته داره تجزیه و تحلیل میکنه انتخابات 88. امروز برای دوستم این علی شیرازی نوشتم علی آقا اینا به غیر از ذکر مصیبت چیز دیگه‌ای برای شما گفتن؟ تو رو خدا یه روزی اگه یه چیز جدید گفتن از ماجرای پشت پرده، از ماجرای چه باید کرد، اون رو برای من بفرست. این مزخرفی که آقای کوروش عرفانی و نمیدونم این و اون میان 40 سال دارن میگن به کجا من و شما رو رسونده؟ ولی عیب نداره، شما بفرست. درباره آقای علی شیرازی، علی شیرازی بعد از اینکه من اون روز گفتم که این آقا علی شیرازی مثل جمشید جان، شما که فامیلیت شیرازی نیست ولی بهت میگم شیراز، شیرازی مثل مرداد که شیرازی نیست ولی بهش میگم شیراز، ایشون گفته من چون اون شخص نیستم لزومی نمیبینم که با جمشید تماس بگیرم. حقیقتش بهت بگم دوستان ما خیلی محافظه‌کارن. همون مرداد شیرازی براش نوشتم، شماره تلفن شما رو فرستادم، ایمیلت رو فرستادم، میگم آقا این آقا گفته من میخوام با مرداد شیرازی صحبت کنم. برای من نوشت کاکو جون این کیه؟ میگم آقا من چه میدونم، یه بنده خدای سالهای سال تونسته ما رو تحمل کنه، پس آدم خوبیه. تا اینجاش حداقل 100% ما میگیم آدم خوبیه. بعدم شما که میای میشینی تو تلویزیون راجب مجاهدین صحبت میکنی،
خب شماها که نتونستید نیرو جذب کنید، شاید این بنده خدا یه برنامه‌ای داره، یه پیشنهادی داره. البته برای مرداد اینو نوشتم، نوشتم شاید از دست من عاصی شده و میخواد به مجاهدین بپیونده و بره در صحراهای عراق اینقدر بمونه تا بمیره. من چه میدونم چی کار داره با شما، و شما که میترسی با یه نفر تو آمریکا تماس بگیری، شماره تلفن گذاشته، آقا شماره تلفن تو قفل کن از یه تلفن عمومی. تلفن عمومی هست دیگه، راستی چنده؟ 35 سنت زنگ میزنی، 50 سنت نمیدونم، از یه تلفن عمومی به ایشون زنگ بزن ببین چه کار داره. شاید بگه آقا من عکس تو رو توی تلویزیون مردم دیدم یا ویدیو تو دیدم و شاید شما پسردایی عمه من باشی. نترسید، از چی میترسید شما آقای مرداد شیرازی؟ خب اینجا اومدی برنامه بذاری، عینک زدی و گفتی نور اذیتم میکنه، ما هم هیچی نگفتی. آخه عزیز من شطور سواری که دل و دل نمیشه راه بری. البته خداییش بهت بگم، بعض وقتا من میگم ای کاش ما از روز اول همون رادیو مونده بودیم، نیومده بودیم تو تلویزیون، نمیشناخت کسی ما رو. ای کاش یه درجه از اون زرنگتر بودیم. هی دوستان من میگن آقا این مردم ریپورت مال تو، این پیه. میگم آقا مردم ریپورت مال من هست، مردمریپورت.com، هر کی هم میخواد میتونی بیاد بخرتش، ولی اون مردم ریپورت مال من نیست. چون این آقا، من وقتی گفتم ما دیگه نمیخوام اینو چیز کنیم، گفت مریضم، و دروغ گفت. گفتم خب این برای تو، گفت خب بذارش اونجا من میام برمیدارم. گفتم نمیشه که آقا، من که قاچاق فروش نیستم برم بذارم اونجا زیر درخت و بیا برداری، من باید ببینم اینو به کی میدم و برو برای خودت. نیمد چون میخواد مخفی باشه. شما امروز برو نگاه کن ببین آقا این آقا کیه، اصلا این آغاز خانم مجاهد جمهوری اسلامیه، طرفدار کیه، چرا خودشون را از شما مخفی میکنن؟ چرا از ایشون سوال کنی آقا شما چرا خودتو مخفی میکنی؟ البته بازم گفتم اونا از ما زرنگترن. اون میدونه دیگه، اگه رفت توی رستورانی طرف اگه شاه اللهی باشه تو خوراکش توف نمیندازه. حالا بیچاره شاد شاه اللهی ها این کار نکنه، ببخشید با بگم اگه باهاش مخالف، باهات مخالف باشه، که اون خیلی احمقانه است. اگه یه کسی یه بیزینسی رو داشته باشه، یه کاری داشته باشه، به خاطر اینکه با سوربی مثلا مخالفه، یه چنین کار زشتی رو انجام بده. نمیدونم از چی بگم. وای دوستمون میگه آقا اول برنامه بگو تو میخوای راجع به چی صحبت کنی. مگه آقا ما برنامه تلویزیون نیست، برنامه تلویزیون آدمای دنیا میذاریم، ما از تلویزیون هم یه چیز دیگه ساختیم، یه چیز مندرآوردی برای خودمون. بذارید ببینم این برنامه ضبط میشه یا من راهم رو هوا صحبت میکنم. ولی دوستان روی چیز دارن زیادتر میشن، روی فیسبوک اون روز نوشت که برنامه لایوتون به 1000 نفر رسید و به جای 90 دقیقه میتونید تا 120 دقیقه استفاده کنید. گفتیم آفرین 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 آفرین. خب و اما پیام آقای سعیدی که چون یه تکنیکال کوئسشن هم داخلش هست، یک سوال فنی هم داره، این رو بریم با هم بشنویم. فقط کجا هست؟ فکر کنم گوگل وایس یا شماره تلفنش رو ببینم میفهمم کدومش مال آقای سعیدی هست. ای داد بیداد، اینه آقای سعیدی، بفرمایید. امیدوارم صدا هم در فیسبوک خوب باشه، صدای خودم نه، صدای این دوستمون. بفرمایید آقای سعیدی، یه دقیقه بنده خدا صحبت کرد. آقای سروی سلام، سعیدی هستم. یک مسئله رو بهتون گزارش بدم اول. من این چندمین بار اتفاق میفته، امروز برنامه ریزی کردم که بشینم برنامه شما رو ببینم، اون بر شعر اون شخص خراسانی بود پخش میشد. همینجا وایس. اولا ممنونم که تلویزیون مردم اینقدر برات مهمه که برنامه ریزی میکنی که بیای بشینی نگاه کنی، این جای تشکر داره از طرف من، ممنون. دو، من اون دوستمون آقای یدالله طارمی که شعرش قبل از برنامه من پخش میشد، ایشون شیرازیه، ولی شیرازی ها، کرمونی ها، مشهدی ها لهجهشون نزدیک به همه. خود ما هر وقت با هم صحبت میکنیم، مخصوصا الان که 30 سال آمریکا خارج و اینا بودیم، خودمون نمیتونیم تشخیص بدیم کی کرمونیه کی مشهدیه، تا یه دفعه یک کلمه ای رو بگه بگه آه مروم مروم. مثلا شیرازی نمیگه ما مروم مخورم، اینجوری نمیگه. در هر صورت مشهدی نیست، شیرازیه. ممنونم. حالا ببینید اشکالش چیه، بفرمایید. صفحه سیاه شد
و هرگز دیگه شما صفحه بر نگشت و برنامه سروی با مردم، مجبور شدم کامپیوتر ریفرش کنم. این اتفاق چندین بار افتاد. همینجا وایس. کامپیوتر رو ریفرش کنم یعنی کامپیوتر تو خاموش روشن کنی که این اشتباهه، کامپیوتر رو ریستارت کردی شما. ولی اگر پیجتون رو ریفرش کنید این کار درستیه. نمیدونم چرا. حالا یه چیزی هم بهتون میگم، خیلی وحشت نکنید. همین مردم ریپورت هر 3 ثانیه یه پینگ میفرسته تو کامپیوتر شما و به همین خاطر اگه یه خبر جدیدی رو گذاشته باشه شما لازم نیست برید ریفرش کنید. یادتونه وقتی من خبرها رو نشون میدادم صفحه سیاه میشد دوباره برمیگشت؟ برای که اون یه سیستمی گذاشته هر 3 ثانیه، هر 5 ثانیه اون میاد تو خونه شما. سیستمی که ما اینجا داریم، یکی به دلیل اینکه من خیلی های تک نیستم و بلد نیستم، دومی که ما نمیخوایم کاری به مردم داشته باشیم، اگه مردم بخوان میان اینجا. اینه. و وقتی که من کامپیوترمون رو از روی برنامه‌های روزانه‌ای که پلیلیست هست، یک کامپیوتر دیگه است داره کار میکنه، میارم به این استودیو برنامه زنده، خب چی میشه؟ مثل این میمونه. شما رفتید مراسم عروسی، قبل از مراسم مردم وایسادن مشروب میخورن و شیرینی میخورن اینها، بعد میگن بفرمایید توی اتاق اونوری، حالا آقا میخواد ختمو بخونه، آقا میخواد خطبه رو بخونه، یا آقای نمیدونم افیشنت چیش میگن میخواد مثلا برنامه اینه. این اینجوریه، شما اون قسمته هستی، بعد میاین اینجا. اگه کسی بلده به من یاد بده که چگونه ما این رو درست کنیم، شاید از پیام یه مدت نبود دوباره سرکلش پیدا شده. اون روز هی داشت به آقای یزدان خدا بندلو گیر میداد، گفتم پیام تو رو خدا اون دفعه به آقای مهدوی گیر دادی، ناراحت شد رفت. آقای سعید کاووسی گیر داد به آقای دکتر علی سعد، یادم رفته اسمشونو، اون بنده خدا ناراحت شد رفت. اینا تحمل مثل ما نیستن، اینا پوسکلوف نشدن و نکن این کارو، نه نون ما رو سنگ کن، نه این دوستان رو از ما دلخور کن. اون بنده خدا خیلی قشنگ نوشت چشم و استاپ کرد. در صورت ممکنه از پیام سوال کنم ببینم چیکار کنه. اون کاری که شما کردید من الان بهتون نشون میدم. دوستان بذارید بیام تو این صفحه، یا بذار پیامو تا آخر بشنوین. خواستم این رو اطلاع داده باشم بهتون که نمیدونم بالا اشکال فنیه یا هر چیزی که هست. بعد ضمناً من یه ایمیلی هم دارم که میتونم در اختیارتون بگذارم، که در اختیار عزیزانی که میخوان با من تماس بگیرن بگذارید، و اون ایمیل هست usa.abbassaidi@yahoo.com. خیلی ممنون، موفق باشید. درباره ایمیل شما، این ایمیل مشکلیه. USA عباس سعیدی، حالا برات میگم. عباس اونایی که میخوان درست بنویسن دو تا بی میذارن، عباس، اوکی؟ عباس هم یعنی عبوس. بعد سعیدی، ای داد بیداد، SAEEDIDY، SAIDEEIVY. وای کاکو جون قربونت برم، شما که فامیلیت مثل من ساده نیست. سوربی SORBI، تازه مال من هم غلط نوشتن تو ایران، این باید آخرش ای باشه یا وای باشه. اون آجانه بی سواد بوده، بنده خدا کم سواد بوده، سوربی رو نوشته SORBI. در صورتی که اگر به یه آمریکایی بگی بنویس، مینویسه SORBEE. اتفاقا اسم یه آبنباتی هم هست، هرچی من تلخم اون آبنبات شیرینه. شما یه ایمیل جدا درست کن برای این. به نظر من یاهورم ول کن، اون مال یاهور رو برای خود تو خانوادت و دوستان نزدیک نگه دار، بیا با جیمیل شیک جدید یه ایمیل درست کن. مثلا ایران تیوی 2016، چون حالا بری بزنی ایران تیوی 1000 تا قبل از شما هست، ایران تیوی 1357. ببین این چیزها دیگه کسی اشتباه نمیکنه. شما اگه 4 نفر هم اینجا وایس داشتن داشته باشن صحبت کنن، دوستت میخواد بره بهش بگی که ببین ایمیل من هست ایران تیوی 1357 جیمه. البته میدونی که ماها وقتی میخوام یه چیزی رو درست کنیم از این وری میگیم ای بابا
من حالا باید 15 ثانیه وایسم منتظر شما، ولی وقتی میخوام از ورش کنیم میگیم آقا چیه، خب یه ساعت منتظر من باش. 15 ثانیه وایسم چیه، یه ساعت منتظر من باش. این حالا ایمیل عباس و سعیدی و یاهو، بعدم چرا دیگه یو اس آ؟ مگه چند تا عباس سعیدی تو دنیا داریم؟ ای خدا بگم نسلتون رو بر نداره، شما یکی منو خفه کردی. بله این از این. آقای سعیدی منتظر پیام یا برنامه های شما خواهیم بود. پیام سعیدی رو گفتم، بذارید این عیب رو دوستان، اگر شما هم تلویزیونتون کامپیوترتون این اشکال داره، آها ببین آقا چقدر خوب، من برنامه که عوض شده از کانال چیز، حالا این دیگه نوشته ادوبی هم نمیدونم ادوبی فلش پلاگ این هست کرش، عیب نداره. ببینید وقتی شما میایین صفحتون اینجوری میشه، یعنی وقتی که اون برنامه ها از اون کامپیوتر تموم میشه و من از تو اون اتاق دارم میام که توی این اتاق این کامپیوتر رو روشن کنم، یعنی بفرستم روی ایر به قول اینایی که دستن در کار میدیا هستن. نگاه کنید صفحه شما اینجوری میشه، این وسط سیاه میشه. کاری که میکنید همونجوری که گفتید کامپیوترتون رو، نه این بالا نگاه کنید یه چیزی، یه عقربه هست، پیکان بهش میگیم، فلش بهش میگیم، کانتر وایز یعنی در کلاک وایز، چی میگن کانتر کلاک وایز، ببخشید این در جهت عقربه ساعت هم هست به طرف جلوه. اینو ببینید، من حالا از این پایین این ماوس رو نگاه کنید، میارم بالا میارم بالا میارم بالا میارم بالا، اینجا اینو شما میزنی این باید درستش کنه. ببینید عقربه ساعت هم هست به طرف جلوه، اینو ببینید من حالا درست شد. پس شما برای این کار لازم نیست کامپیوترتون رو ریفرش کنید، اگه منظورتون ریستارت یا خاموش روشن بوده، اوکی؟ ولی در رابطه با کامپیوتر، مخصوصا من و شما که وبسایت های ایرانی میریم که بیشترشون از چین و کره و نمیدونم راشا خریدن، بهتره که هفته یه بار مودم و راوتر و کامپیوترمون رو خاموش کنیم، حتی اگه بشه یه ساعت دو ساعت بهشون وقت بدیم بعد دوباره روشن کنیم. در صورت امیدوارم این مشکل برطرف شده باشه. میبینید هنوزم تصویر من اینجا هست. بله اگر یه وقت آمدید اینجا سیاه بود، برید این بالا اینجایی که آدرس چی رو مینویسین، ایمیل ها و اینا، بیاین بغلش، بذارید یه نشونتون بدم، اینجا بغلش یه عقربه ساعته، یه چیزی ببخشید یه فلشه یه پیکانه، اینو بزنید یا روی کیبوردتون F5، میدونید که این کیبورد داره F1 F2 همینجوری تا F12، هر کدوم از اینا یه کاری انجام میده که ما دو سه تاشو بلدیم. خب علی ترابی میگه با سلام، تازه رسیدم کلاس درسه. کلاس درس من یا کلاس درس تو؟ علی تا میتونی انگلیسی بخون، تنبل بازی در نیار، هر چی انگلیسی بخونی روزی که میای اینجا فکر میکنی مردم بیشتر باهات دوستن چون شما رو میفهمن، اوکی؟ پس دوستان سعی کنید حتی کشورهای دیگه است اگه هستید و نمیدونید میخواین اونجا بمونید یا نه، حالا اقلا برید انگلیسیتون رو تقویت کنید. ای کاش یک کسی به ما گفته بود این حرف رو. خب و اما نوشته های دیگه، ارسال پول از طریق فیسبوک مسیج، بریم این رو هم بهتون نشون بدم. اگه یه وقت خدایی نکرده یکی از شماها یه طوری شده بود، یه ارسی رسیده بود بهش، خواستید پول بفرستید، مشکلی رو که جمشید داره نداشته باشید و بتونید به سادگی این کار رو انجام بدید. بیان ببینم اینجوری میشه، اول خودم امتحان کنم. مثلا روی صفحه مردم تیوی ببخشید یا سوربی، ببینید آخه اشکالم اینه که من که میبینم، چیزی که من میبینم با چیزی که شما میبینید فرق میکنه. اون جوکه بود، آقای شوهره روی درخت بود، بعد به طرف گفت آقا این کارا چیه میکنی؟ گفت نه بابا ما کاری نمیکنیم. گفت خب ببخشید، از اینجا اینجوری به نظر میرسه. ببینید اون چیزی که شما میبینید توی خونه هاتون توی آفیستون با اون چیزی که من میبینم یه دو تا چیز به اصطلاح فرق داره. اینه مثلا ما اینجا مینویسه نیو اکتیویتی لاگ، 10 نفر تازه اومدن چیز کردن، اپدیت انفورمیشن یعنی چیزاتو جدید کن، ولی شما اینجوری میبینید ویو از اینی که شما میبینید. اوکی الان این میخواد درس بده، بابا ولمون کن. خب
ببینید شما اینجوری میبینید، وقتی که میوشته پیام مسیج اد فرند، شما اینو بزنید اد کنید که حالا متاسفانه نمیذاره، من هی برای فیسبوک هم میمیستم بابا این لیمیت 5000 تا رو بردار، نمیذاره. اینو حالا بزنید، شاید یه روزی برشتون داشته بود. اینجا مسیج، من هنوز تعجب میکنم که آقای یزدان خدا بندلو باز به من میگه اگه شما باز کنید این دیوارتون رو تا ما بیایم چی بنویسیم. دوست عزیز، مشکل شما نیستی، مشکل اونایی هن که میان روش دیوار فوش مینویسن، حتی مینویسه بر پدر مادر کسی که مثلا اینجا، برای که ما یاد نگرفتیم جای عمومی رو بدونیم چجوری استفاده کنیم. آقا خانم شما اینجا میبینی اینو کلیک میکنی مسیج باز میشه، برای من الان باز نمیشه، برای من میگه که این صفحه صفحه خودته، تو که برای خودت مسیج نمیخوای بنویسی. البته خبر نداره، توی دورانی هستیم، توی زندگی هستیم که بعضی ها باید برای هم دیگه، برای خودمون هم مسیج بفرستیم، برای خودمون تولد را بندازیم، برای خودمون نامه بنویسیم، برای خودمون گل بفرستیم. چی بگم والا؟ وای دوستمون بگی تو اول برنامه بگو راجع به چی میخوای بگی. آقا من میام مهمونی، مثلا جشن تولد پسر فلانیه، قراره راجع به جشن تولد اون صحبت بشه، از دانش و آگاهی پدر و مادرش و نابغه بودن بچه و فلان اینا، بعدم رقصی و شامی فلان اینا. ولی شما نگاه کن، تنها چیزی که گفته نمیشه تولده. خود اون بچه اصلا نمیاد، یا تو بیسمنت داره با دوستاش بازی میکنه، یا بالا تو اتاقش نشستن دارن گیم بازی میکنه. کارمون خیلی خرابه. پتیک عزیز میگه اول برنامهات بگو من ببینم بشینم یا برم کار بکنم. چرا میخوای کار بکنی تو این گرما؟ عکس برای من فرستادی با این زحمت داری این دستگاهای چی بهش میگن که آب میده به باغچه و اینا میذاری. آقا راحت باش، خودم تنبل کم هستم که اونای دیگر هم میخوام تنبل کنم. بذارید من ببینم این پیام برای یک کسی میتونم بفرستم، مثلا برای آقای فضائل عزیزان بفرستم بگم که آقا پول بفرست اینجا، اگه اینم خیلی پول میده هنوز به ما بدهکاره. بذارید ببینم کجاست. آها سند مانی. بیا دوستان ببینید، شما برای یه نفر میزنید یا مینویسید که توی پیام میخوایم بهش مسیج بدید. ببینید این پیامی که باز میشه، این صفحه نمیاد، اجازه بدیم اینجاست سن، حالا اینم ناز میکنه. بله این دوباره بزنیم آقای، یا بزنیم ببو. این ببو هم قبلا کمک میکرد، یادشون میره دوستان. خب البته تقصیر خودمون هم هست، میگن تا نگریت طفل کی نوشد لبن. این دوستان که دیگه از مادر دلسوزتر نیستن، اگه مادر بچه گریه و زاری نکنه مادر میگه خب حالا رابط سیرشه شیرش نمیده. خب ببینید دوستان، اون صفحه چیز که باز میشه، صفحه پیام، من معمولا اینجا روی این آپشن، روی این ستاره کلیک میکنم که این پیام بزرگتر باشه. حالا بهتون میگم وقتی پیام بزرگتر میشه به جای یه عکس میتونید عکس‌های بیشتری بفرستید، فایل بفرستید و الی آخر. ولی نگاه کنید این گوشه، بذارید بزرگ براتون بنویسم، ببو برات میفرستم $25 $30 ببینم میتونی بفرستی. ما چند تا آبجو بیشتر بخوریم تو این روزای تعطیل و گرم، امروز خیلی گرم بود. اوکی ببینم اینجوری نگاه کنید، من میخوام برای ایشون مسیج بفرستم. اینجا میتونم بنویسم سلام علیکم اخوی، اوکی هرچ. خب نگاه کنید اینجا یه علامتیه که روش نوشته اس. من باور کنید تا دیروز فکر میکردم این سواله، علامت سواله، ولی روش ماوستون رو که میارید نوشته send money. حالا روش که کلیک میکنید اینجا نوشته send money to anyone, it is free to send and receive money. میگه این مجانیه، هزینه در بر نداره که پول بفرستید و پول بگیرید. نیکس، حالا ببینیم چیکار میکنه. بله این آقای یا خانم ببو هر جا هست، توی آمریکا نیست، چون تو آمریکا نیست این رو سفید و سیاه نشون میده، درست هایلایتش نمیکنه. ما رو بگو حالا میخواستیم از یکی پول بگیریم، این هم شانس ما کار نمیکنه. بذارید ببینیم کی، مثلا همین آقای فضائل عزیزم. ما بونی از بونی ایشون کوتاه‌تر گیر نیاوردیم. خب ببینید این آقای فضائل عزیزم، ما اومدیم اینجا می نویسیم که pay me
You owe me. اذیتشم میکنی. اوکی؟ میگیم پولمونه بده. بدهکاری. بعد اینجا می‌نویسیم send money. میایم pay نه. توی قسمت request. Request money. می‌نویسیم این هم چه هی اون میاد رو اون اون میاد رو اون نمیدونم این میبینید یا نه ما چجوری به شما اینو نشون بدیم خدایا هر کدومیشون برای یه جایی میذاره این فیسبوک لجن ببخشید اینجا پی داره میتونم بهش پی کنم اینجا بهش میتونم ریکوست کنم 50 دلار اینم میگم که پی می ناو یعنی همین الان پرداخت کن بعد میزنم ریکوست ریکوست کردن یعنی درخواست بعدم ببینید قشنگ نوشت you requested یعنی شما درخواست کردید 50 دلار از آقای عزیزان حالا ببینیم که آقای عزیزان هم امیدواریم پولدار شده باشه بلیط و بخت آزمایش برده باشه پول ما رو هم پرداخت کنه خب ببینم دیگه راجع به چی بود ارسال پول از طریق فیسبوک من مطمئنم اگه کسی تصمیم بگیره پولی بفرسته این کار انجام میده امروز یه دوستی برای من نوشت که آقا برای من بهتره که با مانیگرام پول بفرستم میدونید شرکت های مختلفی هستن یکیش وسترن یونیونه این دوست ما دفعه قبل با وسترن یونیون فرستاد یا هزینهش زیاده یا راهش دوره نوشته من با مانیگرام میخوام پول بفرستم و بهش گفتم شما به هر چی بفرستی فقط به من بگو که این مانیگرام شمارش اینه ما مانیگرام از این وری باید بریم وسترن یونیون از این وری باید بریم راستی من برای این دوستم با حساب بانکی بفرستم وسترن یونیون یه آپشنی داره به جایی که ما بریم پول رو برداریم اونا پولا رو میذارن تو حسابمون شاید مانیگرام هم این کار رو انجام بده خیلی راحت تر میشه ما دیگه نمیخواد بنزین بسوزونیم و نمیدونم وقت بذاریم و بریم اونجا بعضی وقتا میگه سیستممون خرابه بعضی وقتا میگه که این طرف به جای فیرفکس اینجا فرستاده فیرفکس کالیفرنیا که حقیقتا نباید اینجوری باشه اسم و شماره رو که من میدم باید کار کنه ولی دیگه بعضی از اینا میدونید دیگه کسی که میاد دو روز ترینش میکنن دو روز یادش میدن وای میسه پشت صندوق این که میگن بحرالعلوم نیست همه چیز رو نمیدونه فقط اون چیزی رو که فکر میکنه میدونه به شما میگه میگه نه 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 این غلطه نمیشه درست شما پول بفرست با هر چی خواستی بفرست رئیس سازمان سیا گفته داعش میخواهد حمله بزرگی در داخل آمریکا داشته باشد همین دیروز گویا آمریکا حمله کرده حدود 300 نفر از اینا رو که از اون فلوجه بود چی بود اومدن بیرون تار و مار رو داغون کرده و کشته خب از اون برم معلومه که آیسیس که بیکار نمیشینه آیسیس هم میاد به اصطلاح حتی اگر نخواد کاری کنه الان که فورت آف جولای هست الان که همه دارن آماده میشن برای مسافرت ایستگاه قطارها ایستگاه هوا فرودگاه چرا میگیم ایستگاه قطار ولی میگیم فرودگاه پایین میاد فقط ایستگاه نیست که بیاد در اصل نمیدونم یا جاهایی که آتش بازی میکنن این فایرورک یکی از چیزهای مهمه که جمعیت زیادی رو جمع میکنه و به نظر من توی این فایرورک بدترین خطره یعنی اگه شما یه صدای بشنوی ترق و طرق و اینها فکر میکنی این جزوی از این نمایشه حتی تو سینما حتی تو اون پاریس تو اون دیسکوه وقتی طرف رفته بود شوت کرده بود ملت فکر میکردن که این یه قسمتی از اون نمایش و اون قسمت کنسرته خدا به داد مردم برسه با این دولت‌های دیوانه و با اون احمقای فاندامنتالیسم یعنی بنیادگرای احمقانه ضمناً این آقایی که میخواد با مانیگرام پول بفرسته که دفعه قبلم لطف کرد مبلغ قابل توجهی فرستاد این همون کسیه که به آقای یزدان خدابندلو ایراد گرفته میگه آقای خدابندلو عربا تا 50 سال پیش میگفتن عکس گرفتن و عکس داشتن حرامه مجسمه ساختن حرامه اون وقت شما میای تو برنامه چهارشنبه میگید این عکس روی این سکه عکس معاویه است نیست عزیز من این عکس یزدگرد سومه ولی نمیره از خودت سوال کنی ببین چرا سکه های یزدگرد سوم توی عربستان در حرکت بوده در جریان بوده و وقتی هم ایشون توضیح میده
آقای خداوندلو یا میگه انداختمش بیرون، یا میگه این گوساله رو فلان، یا میگه اون احمق و فلان، و من حقیقتا موندم توش. اگه فرهیختگان ما اولین قدم رو یاد نگرفتن، هنوز مثل سوربی 20 سال پیش هستن که یاد نگرفته بود که آقا این بیننده حق داره نظرشو بگید و تو حق نداری بهش بی احترامی کنی، بهش بگو که من نظر شما رو شنیدم، با نظر شما مخالفم، نظر من اینه، یه بار دیگه نظر خودتو پوش کن تو مغزش، ولی فوش بهش نده. اگه اون فوش بده تام از این ور فوش بدین، بیننده بیچاره دو تا فوش میشنوه. این چه گناهی کرده که بیاد اینجا دو تا فوش بشنوه؟ آقای خداوندلو نمیخوام بگم جایی که من 20 سال پیش بودم، از لحاظ برنامه تلویزیونی، از لحاظ دیل کردن یعنی برخوردش با بینندگان و شنوندگانش، به نظر من کار اشتباهی انجام میده. شاید ایشون درست میگه، من اشتباه میگم، ولی بذاریم ببینیم چی میشه. اوکی، سعید گفته فیسبوک do not deliver money to your home lot of بله laughing out loud. بعضی ها وقتا میگفتن lot of laugh یعنی خیلی خنده، حالا نمیدونم این همون laughing out loud درسته، یعنی دارم با صدای بلند میخندم. You need to open an account, either put your credit card or PayPal account number or your checking. خب من دارم کردیت کارت با اینا دارم، اگر مثلا شما هم کردیت کارت با فیسبوک داشته باشی فکر کنم این کار رو انجام میده. من مهمترین قسمتش برام اینه که میگه ما پولی نمیگیریم، یعنی اگه شما بدی 100 دلار به سعید گفتم 4 روز تعطیلیم 100 دلار بده 4 تا 25 دلار آبجو بخوری، اگه شما بدی 10 دلار درسته که کردیت کارت ممکنه 1% 2% 3% 4% بگیره، ولی فیسبوک میگه it is free، یا فعلا فری مجانی شروع میکنن تا بعد که من و شما بهش معتاد شدیم یقمونو بگیره، بگیم این چقدر راحته، نمیخواد بری مانی اوردر و وسترن یونیون و فلان بیسار، اگه میخوای باید این کارو بکنی. مثلا این دوست ما مانی اوردر که میفرسه، من اون وقتا میرفتم بانک، الان چه کار از خونه با این تلفن تق عکسشو میگیری میره اونجا، چکا هم اینجا میمونه قشنگ، شما هم رفرنس نمبر رو روش می‌نویسی، تاریخ رو می‌نویسی، دو روز دیگه تو اکانتت چک می‌کنی. بانکای مثل کپیتال وان برای شما حتی، یا بانک آف امریکا نمی‌دونم، با بانک آف امریکا اتوماتیک کار می‌کنه، برای شما یه ایمیل هم می‌فرسته که سوربی مثلا 60 دلاری که دیپوزیت کردید دیپوزیت شد. بانکای مثل بی بی ان تی همون موقع روی تلفن فقط رفرنس نمبر میده. به نظر من خب اینا هر کدومشون یه اشکالایی دارن، یه محاسنی دارن، هر کسی هر جا راحته. در صورت ممنونم. You make Facebook very happy not to look for send money. Sorry for cap. What's this cap? CAP typing from iPad. Okay. لابد تا هم انگشتات کلفت شده از بس نون و پنیر خوردی. ممنونم ازت. سعید همیشه به من یاد داده و مثل یه معلم، مثل یک داداش بزرگتر از من هستی، نه؟ با ما بوده. مرسی. و اما مسابقه انتخاب نخست وزیر در بریتانیا و مراسم 100 سالگی جنگ جهانی اول که توی اون روز اول گویا 10,000 نفر از انگلیسی‌ها کشته شدند و توی اون جنگ گویا 5,000,000 نفر کشته شدند. در هر صورت ماجرای رئیس انتخاب نخست وزیری اسرائیل انگلستان هم یک کمی خنده‌دار شده. حتی دیروز یک کاریکاتوری توی چیزهای آمریکایی میچرخید و میگفت به نظر میرسه که انگلستان و آمریکا از جهان خار بودن خسته شدن و تصمیم گرفتن خودشون رو از بین ببرن. انگلستان با اون کاری که کرد خودش رو از اروپای متحد آورد بیرون و آمریکا هم احتمالاً با این کاری که خواهد کرد و به ترامپ رای میده. و جالب اینه اون رای شهردار قبلی لندن که این کارو شروع کرده و اینها قیافش یک کمی هم مثل چیز میمونه، مثل همین عقب افتاده ترامپ میمونه. ضمناً یه پرونده سکسی جنایی
برای ترامپ تازگی درست شده که یک دختری که 20 سال پیش 13 سالش بوده گفته اینو نمیدونم دوستاش و اینها بهش تجاوز کردن و اگر این پرونده بیاد بالا چیز از شکر خوردن خودش پشیمون میشه ترامپ، که چرا اصلا آمد پا در این مسابقه گذاشت. برگردیم، نخست وزیری انگلستان خنددار شده، اون کسی که آمد با اون شهردار و با دیگران ریختن رو هم که این کار رو انجام میدیم و اسمش هم هست مایکل گو گاف گاف و و، این نارو زده به اونا آمده، حالا خودش میگه من نامزد نخست وزیری هستم و اونای دیگه بهش میگن تو خیانت کردی. ایشون گویا الان وزیر دادگستری هست. بعد اون آقا که شهردار بود بعد از اینکه حالا نخست وزیر اصلی الان کامرون هم فعلا گفته من آقا نمیخوام نخست وزیر باشم، اکتبر این تاج گل رو بهتون پس میدم، فعلا مثل که اونم گفته آقا منم نمیخوام نخست وزیر باشم. یعنی خودش یه کاری کرده که الان میدونه حلش و کنترلش خیلی مشکله. یکی از دوستان دیروز برای من یه چیزی فرستاد راجع به ترامپ که آقای سوربی ترامپ بعضی چیزها رو هم بد نمیگه. گفتم من با شما 1000% موافقم، خوب میگه، درست میگه و من رو یاد شاه میندازه. شاه هم خیلی چیزها رو درست میگفت، ولی بعضی وقتا نباید بگی و باید فکر راه حلش باشی. اونا منو یاد این آقای کوروش عرفانی میندازه، یاد دکتر محیط میندازه، یاد 1000 تا مجری و برنامه‌گذار تلویزیون میندازه. خب یه چیزایی رو میگن، بعد کار آقای کوروش عرفانی به جایی رسیده که شکل نشون بده که چگونه با بنزین و صابون کوکتل مولوتوف، اینجا میگن مولوتوف کاکتل، این کلمه کاکتل هم که مشروب میکس هست بعضی جاها شما رفتید تو رستوران به عنوان اپتایزر میگه شریم کاکتل و فکر کنه مشروبه، در صورتی که نه، یه چند تا میگو رو گذاشته کنار یه چیزی پر یخ، یه لیمو نصف لیمو هم گذاشته روش، خیلی هم گرون بهت حساب میکنه، این هست شریم کاکتل. این یه جایی بودم دیروز لابستر کاکتل میداد که ما گفتیم لابد این هم مثل چیز، بعد دیدیم همون مثل شریم کاکتل بمانه. خب و اما من دو تا موضوع رو با هم گفتم، یکی تراجنس ها که اینجا بهشون ترانس جندر میگن، مثلا میدونید اون وقتا تو فرم جندر مینوشتی مثلا میل فیمیل، بعضی وقتا اصلا طرف میگم من نمیخوام بنویسم اینا، الان دیگه خیلی 4-5 تا چیز شده و ارتش آمریکا گویا اونایی که زن بودن مرد میشدن، مرد بودن زن میشدن، بلا فاصله تا اینو اعلام میکرده اون اخراجش میکرده و اینا وقتی اخراج میشدن هم دیپرس میشدن، افسرده میشدن، هم عین این که یه جنایتی رو انجام دادن و روی پروندهشون یه چیزی میمون که دیسچارج شدن از ارتش و هیچ جا دیگه استخدام نمیشدن. و تازگی نمیدونم وزیر چی بود آمد گفت که کار ما دفاع از آمریکاست، کار ما این نیست که بگیم این چرا زن شده مرد شده، اگه یه زنی میاد میگه من حاضرم جونم رو در راه مملکت بذارم و بجنگه، بعد میبینه نه آقا این مرد مرد هست و اینها، بذار مرد باشه به من چه، و بیرونش نمیکنن. این خیلی مهم بوده، ولی این رو تو فارسی من دیدم نوشتن تراجنس ها یا تراجنس در ارتش آمریکا. این رو اگه کسی میدونه ترانس جندر به فارسی چی میگن بیشتر رایج هست لطف کنه برای من بنویسه. و اما جمشید شیرازی رو گفتیم، چون اینجا گفتیم آها یه وقت هم اینجوریه، ببینید من به ترتیب که گفتم آمدم بالا، بعد تا رسیدم به جمشید گفتم خب حالا بریم پیامش پخش کنیم، یعنی اون کاری که دوست ما از اون خواسته بود یادمون رفت، وقت رفتیم وقت گذاشتیم برای جمشید. جمشید خان منتظر پولهای بسیاری که شما میخواید بفرستید هستیم و ممنونم. خب علی آقا هم به ما پیوستند، ایشون پیشرو هستند، امیدوارم دست ما عقب افتاده ها رو هم بگیره با خودش ببره. خب پیام خانم سلطنت طلبی که من باور دارم ایشون نمیدونه که شاه اللهی هست و چقدر اینها خودشون رو تو همون یکی دو دقیقه خوب معرفی میکنن، میخواین ببینید چجوری معرفی کرده؟ صدای من هنوز اون زیر هست، بله ببینید این تأخیر چقدر هست. خب ببینیم
پیام Today Google Voice ببینم ایشونه یا اوشونه، فکر کنم همینه. 2 دقیقه من نوشته بودم معمولا شماره ندارن، میترسن، از خودشون وحشت دارن، معمولا اسم و فامیل نمیگن، اینا هنوز نمیدونن کیان، اینا نمیدونن سهرابن، بچه رستمن، نمیدونن فرزند کوروشن، نمیدونن فرزند آریامهر بزرگن، هنوز وایسادن تا برن توی این چیه موری شو امتحان دی ان ان بدن بلکه باباشون پیدا بشه. البته هر کسی معمولا مادرشو میشناسه، مگر اینکه مادرش هم ولشون کرده باشه و رفته باشه. یه ژیمناستی هست، پا نداره، پدر و مادر اینو ول کردن رفته، بعد یه آدم واقعا، یه انسان شریف، یه خانواده شریف، یه زن و مرد این اداپت کردن. این تمام مدت اون ژیمناستا رو که میدیده به اصطلاح رول مدلش یا اون کسی که قهرمانش بوده اون خانم دامینیک مانیچی یک کم چیزی بوده. بعدن معلوم میشه آقا این خواهر اینه، پدره، چون خودش ورزشکار بوده، این بچه هم داشته آموزش میداده ورزشکار بشه و قهرمان المپیک بشه و پول بسازه و اینا. وقتی یه بچه گیرشون میاد که پا نداشتن، این بچه رو میده پرورشگاه و میده اینها، ولی یادشون میره اسم و فامیلشون رو تو اون فرمه ور دارن. و پدر مادری که این بچه رو بدون پا بزرگ میکنن، بچه یه وقتی میشه 16 سالشون که حالا آدم موفقی بوده و ورزشکاری و اصلا قبول نداره که ایشون معلول و هندیکپه، از پدر مادرش میپرسه که شما آیا رازی دارید که بخوام به من بگید، حالا که من دیگه بالغ شدم میخوام تصمیم زندگیمو بگیرم؟ میگن بله، شما که اینقدر این دختره رو توی این مسابقه های المپیک نگاه میکنید، این خواهرته و این اسم باباد. الان دارم میگم، من موهای بدنم اینجوری شد، این اسم باباد، این اسم مادره، که الان بعد رفتن همدیگر رو پیدا کردن و با هم رفت آمد دارن. و اون یکی که قهرمان المپیکه میگه من قهرمان نیستم، این قهرمانه، من و این قهرمان نیستیم، این خانواده‌ای که اومده اینو بدون پا ورداشته قهرمانه. واقعا یاد بگیریم دوستان، اون وقت ما کجا اینا کجا. این شعره یادتونه که ما کجا اونا کجا، یا خال مهرویان سیاه و دانه فلفل سیاه، هر دو جانسوزن، اما این کجا و آن کجا. اینا رو شما داشته باشید، بیاین بریم توی منزل این دوست سلطنت طلبمون، ببینیم تو مغز اینا هنوز در قرن 20 چی میگذره. بعد از اینکه بچه خود شاه یه حرف راست تو زندگیش زد، گفت بابا اشکال بود، اگه اشکال نبود که این انقلاب نمیشد. بعد از اینکه خود شاه به زور آوردن گذاشتن جلوش، یه قلم کاغذ، یه جمله رو خوند، گفت بله از این به بعد دیگه ما این کارا رو نمی‌کنیم، از این به بعد مثل آدم رفتار می‌کنیم، از این به بعد دموکراسی، یعنی تا حالا دیکتاتور بوده. حالا باز این خانم توی خارج ببینید چی میگه، بشنوید با هم. این مصیبت آمریکایی‌ها به مصیبت فکر کنن، میگن کاتاستروفی. وقتی یه جایی زلزله بزرگی میاد، یه چیزی میشه، واقعا این مصیبت بزرگ رو چیکار کنیم؟ بفرمایید. ببخشید، سلام عرض میکنم، من احتیاجی ندارم شما با من تماس بگیرید. دقیقاً اشکال شما همینه که فکر میکنید احتیاجی ندارید هیچ کس با شما تماس بگیره. شما به قول آقای آریانپور فارغ التحصیل شدید، مثل شاه که دیپلمم نداشت، در مغازه مغز رو بستید، لازم نیست کسی با شما تماس بگیره. برعکس ما که هر روز تو برنامه حداقل 10 بار میگیم ملت تماس بگیرید، مخصوصا اگر مخالفید تماس بگیرید تا ما یه چیزی از شما یاد بگیریم. ولی شما همون اولش میگید ببخشید، سلام، لازم نیست شما با من تماس بگیرید. چرا لازمه و من به این وسیله دارم باهات تماس میگیرم؟ امیدوارم انقدر وقت بذاری تا بیای این برنامه ها رو هم ببینی. بشنوید دوستان این مصیبت رو، این فاجعه قرن 21 رو. بابا شاه قرن 20 بود دیگه، مرد، شاه مرد، قصه خلاص. بفرمایید. بله،
این یوتیوب رو تماشا میکنم شما رو، حالا ممکنه این برنامه تو مال قدیم باشه، ولی واقعا این پسر خاله اولیا حضرت، آخه بگو بهش خجالت بکشی، حرفا چی میای میزنی پای تلویزیون؟ من چرا بگم؟ مگه من مثل شما نادانم؟ مگه من مثل شما شاه اللهی هم؟ مگه من مثل شما بت پرستم؟ شما داری میگی، من اتفاقا به ایشون میگم ای کاش افرادی مثل شما بودند، می اومدن به مردم میگفتن و اینها درس میگرفتن، این کارو نمیکردن. ای کاش امروز افرادی مثل این باشن، از خانواده خامنه ای، از خانواده رفسنجانی، از خانواده روحانی بیان بیرون و به شما بگن. من چرا به ایشون بگم خجالت بکش؟ من به ایشون میگم افتخار کن که ریسک کردی، خونه و زندگی تو در خطر انداختی، اومدی با شهامت وایسادی جلوی کسی که خودت میدونستی این چقدر پول داره، چقدر آشنا داره، تو دادگاه ها چقدر بروبیا داشته. من به این بگم خجالت بکش؟ تو خجالت بکش. تو به عنوان یک بانوی ایرانی، به عنوان یک خانم خجالت بکش. ویدیوی اینو نگاه نکن، برو ویدیوی شاه رو نگاه کن با باربارا والتر، با فرح، ببین چجوری فرح رو گریه میندازه. شاه ببین چجوری بی احترامی میکنه با خانوما. به این بگم خجالت بکش؟ تو خجالت بکش. احمقای مثل تو خجالت بکشن، نادانهای مثل تو خجالت بکشن. بفرمایید. تو نون و نمک خانواده، ای مردشور تو و نون و نمک خانواده شاه رو بخوره. چرا یکیتون پدر سوخته ها به شاه و خانواده اش نمیگید شما نون و نمک ایران رو خوردید؟ چرا خیانت کردید به ایران؟ چرا رفتید کشورهای دیگه ملک و املاک خریدید؟ چرا تمام جواهرات رو برداشتید با خودتون در رفتید؟ چرا اینقدر اونور پول گذاشتید؟ اگر به نون و نمک باور دارید، ضمناً آقای انصاری بارها گفته ایشون به نمک باور نداره، نمک و نعمت و نون خدا، فقط از خدا میترسه و باور داره که خدا این نعمات رو بهش داده و یه وظیفه هم داده. آقا تو چی کاره هستی؟ تو اگه بشینی ویدیو رو نگاه کنی، ایشون 10 بار راجع به این حرف احمقانه نان و نمک خوردی، نمک رو نشکن صحبت کرده. بفرمایید. بازم سلطنتی رو خوردی، زندگی در میای از والا حضرت همایونی بعد میگی تو تلویزیون. والا حضرت همایون منظورتون کیه؟ والا حضرت همایون شاه که مرد، این هیچ وقت ازش بد نگفته، با وجودی که کارش اشکال داشته و اینا، میگه آدم مهربانی بوده، آدم خوبی بوده، آدم اینجوری بوده اونجوری بوده. اگه منظورتون این عقب افتاده ولیعهد، این که میگه من شاه نیستم، شاید شاه شپشاست، شاه شماست، این که میگه من شاه نیستم، این کسی که قسم خورده پاشم وای نساده. پس شما کی میگید اعلی حضرت همایونی؟ اول برید یه چیزی یاد بگیرید. بفرمایید. خب بعد دیگه زشته حرفای ناجور. آها، ایشون میاد دزدی های اینا رو میگه، ایشون میاد میگه حتی زمانی که شاه اونجا بوده فرح دوست پسر داشته، فرح فاسق داشته، فرح رفیق داشته، شب اون با اون میخوابیده، شاه با او طلا میخوابیده. این زشته، بده. ولی شما بعد از دونستن همه اینها به این میگین خجالت بکشید؟ شما دارید حرف خوب میزنید. عجب آدم های احمقی هستیم. ما باید شماها رو دوباره برگردونیم ایران که هر کاری نکردید این بار بهتر انجام بدید. الحمدلله. بفرمایید. عوضی شما هم نیست که خوشید میاد به بد بگن، همچین احساس غرور میکن. آقا بعد این حرفا، این چیزا، من بسیار خوشم میاد. اگر الانم کسی باشه از خمینی، خامنه ای، دوزیاشون بگه، بیاد بشینه اینجا، اون رو هم پخش میکنم و بسیار خوشم میاد. بله، خیلی هم غرور میکنم که من تنها کسی بودم که جرأت داشتم این همه توی این سالها ضرر مالی بدم ولی وایسم پشت حق و حقیقت. من تنها کسی بودم که اولین برنامه رو به کردها دادم، اولین برنامه رو به آقای سیامک ستوده دادم که آمد درباره زنا و اسلام و اینها صحبت کرد. من افتخار میکنم که وقتی آقای کامران عطابکی در رفت تا دید این داره حقیقت رو میگه، من وایسادم و 12 تا برنامه، چند تا برنامه اونجا، چند تا برنامه اینجا. شما به چی افتخار میکنید؟ شما بگید اسم و فامیلتون کیه، بگید چرا اینقدر هنوز دارید از شاه و خانواده دزدش تا
تعریف میکنید، بگید به مردم که شما و فرزندانتون هنوز دارید از اون پولای دزدی میخورید و به خاطر همین که هنوز دارید نون و نمک اون رو میخورید، هنوز باید بت پرستی کنید، هنوز باید کاسلیسی کنید. اینجا یه چیز دیگه بهش میگن، اینجا میگن براون نوز، یعنی دماغتون قهوه‌ایه. حالا ببینید چه کار باید بکنید تا دماغتون قهوه‌ای باشه. بفرمایید. زشته درباره اعلیحضرت زدن خانواده سلطنت. شما از کجا میدونید که من فکر میکنم همچی چیز اتفاق میفته؟ همین بالا حضرت همایونی برگردن. آها، ایشون که اونجا بوده، اتفاقا رو دیده، عکس‌ها رو نشون میده، مدارکو داره، شما از اون سوال میکنید شما از کجا میدونید همچین اتفاقی افتاده؟ ولی برای ما اینجا شما مثل این کولیایی که میمدن فال میگرفتن و پیشگویی میکنید، آینده ایران رو دارید میبینید. بذارید همینجا یه بریک بگیریم، یه چیز بهتون بگم. چندین سال پیش، همون اوائلی که من تلویزیون رنگارنگ رو شناختم و اینها، آقای دکتر پروفسور مسعود انصاری که ادعا میکرد به اصطلاح توی هیپنوتیزم کردن وارده، یک مردکه احمق بیکار آمریکایی رو آورده بود، فکر کنم برده بودن یه چلو کباب سیری بهش داده بودن، آوردن این رو خوابوندن. خب بعد چلو کباب همه میخوابن دیگه. بعد هی بهش میگه حالا شما چی میگی؟ اونم فکر کنم خوابش برده بود، دوباره میزدن بهش گفتن آقا چی میگی؟ میگه بله، من یک کسی رو میبینم همین نزدیکیاست، داره میره شابش. من نمیدونم شما چلو کبابت دادن، هیپنوتیزمت کردن، این مزخرفات رو میگی؟ ببینید دوستان، پیشبینی اینها و امید اینها رو تا پولشون تموم نشده، تا پولای دزدی دلار 7 تومانی تموم نشده، ببینید چه امیدهایی در سر دارن. بفرمایید. ایران شما وقت خجالت نمیکشید تو چشی این آقا نگاه کنید؟ ایشون داره از من میپرسه، چون اینا حتی بلد نیستن سوم شخص، اول شخص، دوم شخص، مخاطب، امری، پرسشی، اینا رو بلد نیستن. دیدید اولش میگه من یه سوالی دارم، شما از کجا میدونی؟ بعد خودش شروع میکنه میگه من میدونم که اولیا حضرت، اعلی حضرت، نمیدونم فلان میره با سگ و گربه و بچه‌هاش میرن ایران. بعدن شما خجالت نمیکشی؟ اگه منظورت منم، من آخوندا که خوبه، ایران برو نیستم، شاه هم که بره ایران برو نیستم، بعد از اونم هر رژیمی بیاد نمیرم. چرا؟ چون ما هنوز یه عده احمقی مثل شما داریم. من همیشه گفتم خانم‌ها بیشتر از آقایون میفهمن، ولی شما وقتی اینقدر احمقی، من به مردای تو خونه شما دیگه خیلی دلم میسوزه، اونا چقدر احمقن. دوستان دیدید؟ بذارید براتون یه بار دیگه بیارم از اینجا پیشگویی این خانم رو که اگر این رفت ایران، اون وقت شما خجالت نمیکشید تو چشمش نگاه کنید؟ بفرمایید. بالا حضرت همایونی برگردن ایران، شما وقت خجالت نمیکشید تو چش این آقا نگاه کنید؟ نه اصلا ناراحت نباش، چون ایشون اگه بره ایران ما رو راه نمیده جایی که تو چشش نگاه کنیم، همش یه مش احمقای مثل شما رو دور بر خودش جمع میکنه. شما هم تو چشش نگاه کنید، هر جای دیگه‌ش هم خواستید دماغتون رو قهوه‌ای کنید، پولاتون رو بسازید، خوش باشید. دوستان ایرانی که اینا میخوان بسازن اینه، دوباره همون خانواده عقب افتاده بره و اینها هم بادمجون‌های دور قاب باشن. چی گفت این خانم اولش؟ گفت من نمیخوام شما با من تماس بگیری. چرا؟ پیام ما میگه که پیامتون رو بذارید، در صورت تمایل با شما تماس میگیریم. اینا تمایل ندارن با کسی صحبت کنن، اینا همیشه حرف زدن، فکر کردن اینا بهتر میفهمن. این مثلا شوهرش ساواکی بوده، فکر کرده این بهتر میفهمه، این بقال پدر سوخته چی میگه؟ از تبریز بلند شده اومده اینجا، مغازه داره، 10 نفرشون هم توی خونه دارن زندگی میکنن، چی میخواست؟ باید میرفت نمیدونم توی مزرعه گاوچرونی میکرد، حالا اومده اینجا. خب وظیفه‌شه که برای ما صبح تا صبح سرشیر و نمیدونم خامه و تخم مرغ مجانی بیاره. اینها طلبکار زاییده شدن، طلبکار باقی موندن، طلبکار میمیرن و از دنیا میرن. دعا کنید اینها زودتر برن، بلکه نجات پیدا کنید. بفرمایید. عجب بدبختی آبرو هر چی ایرانی، شما و اون یارو آقای و چه میدونم کیه، هر کی که بره میانین تو تلویزیون بعد میگید زشت. خوبه من برم بشینم این برام و بگم آقای سربی بده؟ آره. من یکی هم بگه بده من میذارم تو دهنش. نه شما غلط میکنی بزنی تو دهنش، شاید سربی بد باشه. شما چرا میزنی تو دهنش؟ بذار بگه بده، مردم عقل دارن،
میگن آقا ما از این سربی بدی ندیدیم. چهار نفرم میگن آقا این سربی رو میگی اوه اوه عجب، شما غلط میکنی بزنی تو به دهن مردم. شما 57 سال زدید تو دهن مردم، مردم با لگد زدن تو کون شما، انداختنتون بیرون، هنوز آدم نشدید، هنوز میخواید برگردید برید بزنید تو دهن مردم، غلط میکنید. بفرمایید. چون آقای سربی ایرانی هم دیگه، درسته؟ والا شک دارم اونجوری که آقای محمد رضا شاه دما آمد فوزیه رو ایرانی کرد، برای که ببخشید کرد و کردن و اینها بود دیگه، فعل کردم کردی کرد و اینجوری بود، من الان به ایرانی بودن خودم شک دارم، مخصوصا بعدی که گفت یا میاین توی حزب رفتابیخ، اگه نمیخوان رفتابیخ بیان پاسپورتتون رو بگیرید برید دیگه. من نمیدونم این ایرانی که شما میگید مملکت شما و آقا محمد دماغه یا مملکت همه است. اگه مملکت همه است، بله من ایرانیم، به ایرانی بودن خودم افتخار میکنم، به شهامت شجاعت خودم افتخار میکنم و خیلی متاسفم که هموطنای ایرانی مثل شما و خانوادت داشتم، چون معمولا اینا تنها نیستن، اینا توی خانواده گند هست که اینجوری هست. بفرمایید. مثل من هموطنم، چرا باید بد بگید؟ پسر خاله یه اولیا حضرت یه ذره عقلش کمه. حالا دیگه ایشون دکترم شد برای ما، ایشون دکترم شد. اگر شما قبول داری که پسر خاله اولیا حضرت آقای احمد علی مسعود انصاری یه ذره مغزش کمه، آخه احمق جون تو چرا نشستی برنامه یه نفر که مغزش کمه نگاه میکنی، عقلش کمه نگاه میکنی؟ شاید دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید. برو خانم، اون وقتا میگفتن برو بگو آقاتون بیاد، این بی احترامی بود بزنه. البته برای بچه هم میگفتن، میگفتن تو برو خونه بگو بابات بیاد یا داداش بزرگت بیاد. شما برو تو خونوادتون، هر کسی فکر میکنید اون مغز کله، اونو بگو بیاد. اگر جرأت داشت شهامت داشت بشینه اینجا، اون بگه اون 5 دقیقه من 3 دقیقه، اون وقت ببینیم مردم باز یه بار دیگه شما رو با تیپا و اردنگی میندازن بیرون یا نمیندازن بیرون. بفرمایید. بعد دوستان جالب اینه که اینا همشون اینایی هستن که همین درود ورود و همشون تو فیسبوک و تو نامه هاشون گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک. دیدید اون روز از آقای خداوندلو پرسیدم، گفتم آقا این گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک قراره برای کی اجرا بشه؟ برای مامان جونم و خواهر جونم و بچه ها، یا برای اونی که دو پله غریبه است تو خیابون باید با مردم ما گفتار نیک و کردار نیک داشته باشیم؟ ایشون طبق معمول زد به صحرای کربلا. بفرمایید. یا ناراحت عصبانی پول میخواد. این ازش معلومه که این ناراحتی پولی داره. خب اعانه جمع کنید بده بیاد، بده بیاد از اون پولایی که شما دزدیدید و خانوادتون، یه سری بدید بیاد، شاید ایشون ساکت بشه. شما نمیدید، شما هم این آخوندا دست گرفتن داشتید، دست دادن نداشتید. اگر میگرفتید پول نفت، اگر میگرفتید پولای دوزی موزی و به مردمم میدادید، هم شما راضی بودید هم مردم راضی بودن. هی خوردید، هی گرفتید، هی بردید، مردم رو ناراضی کردید. بفرمایید. تلویزیون اعلام کنید نفری 5 دلار هم ایرانی ها بدن، این آقا ورزش بد نمیشه، ولی بد نگید. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار شما باشه تا ما بیشتر صدای شماها رو بشنویم و بیشتر پی ببریم که چقدر کارمون خرابه. دوستان، تلویزیون مردم قرار شده اعانه جمع کنه که این خانم شاه اللهی و سلطنت طلب رو از دست آقای احمد علی مسعود انصاری و دیگران که میان حقایق رو میگن راحت کنه. آقای احمد علی مسعود انصاری اینا جونشون میخوره، منتظر شما هست. پیام خانم سلطنت طلب شاه اللهی، برنامه های آقای حسن ارشاد، تنها توضیحی که میتونم بدم اینه که ایشون برای ماه رمضان گفت 4 هفته مرخصی میگیرن و احتمال زیاد از هفته آینده، جمعه آینده با شما خواهند بود. و اما ناهاری که برای تلویزیون مردم خیلی گران تمام شد. ما 2-3 تا بیننده خوب داریم، خب بعضی هاشون همین محل و اینجا زندگی میکنن. یک خانواده ای رو من سالهاست میشناسم و اینها، و دوست اونم گهگاهی زنگ میزد میگفت که
مادرم گفته مثلا 25 دلار، 30 دلار، 40 دلار، 50 دلار، دو ماه نبوده، نمیدونم 50 دلار از حساب کردیت کارتش برداری. خب ما هم تشکر میکردیم، میگفتیم سلام برسون اینها. چندین مدت هی به من میگو که آقا بیا اینجا یه نهاری با هم بخوریم. ما هم دو سه بار گفتیم چشم میایم و اینا، نشد. و یه بار دیگه چند ماه پیش دیگه گفتیم بابا زشت، اینها انقدر میگن به اصطلاح جواب خوبی و احسان آدم ها رو آدم باید بده دیگه. بلند شدیم رفتیم منزلشون و چه نهار و چه سفره، برعکس این که گفته بود یک نون و پنیر با هم میخوریم، چه خوراک و اینها، چه دست پختی این آقا داشت. و به شوخی بهش گفتم آقا باید برات یه همسری پیدا کنیم. گفت که حالا زنه یا مرده. در هر صورت ما نشستیم نهار رو خوردیم و آمدیم، انقدر خوشمزه بود که گفتیم از اینم بدید ببریم یه کمی برای فردامون و اینها. من اینجوری هم مهمونی که میرم اگه خوراک هست تعارف نمیکنم. مهمونم که میاد خونمون بهشون میگم دوستان ببری. دلیلش هم اینه اگه این اینجا مونده بشه من هی باید بخورم. ببرید شما فردا ظهر سر کار این برمون و یه وعده همه اون چی مونده میخوریم، ولی اینجا بمونه من با 8 وعده نمیذارم، 8 وعده که نسه 4 وعده باقیش میذارم دور ریز نشه. در هر صورت خوراکم ورداشتیم آمدیم. چشمتون دو چی میگن روز بعد نبینه. از اون بار دیگه به ما کمک نکردن، حمایت نکردن. حالا یا ما زیاد خوردیم، این زیادی که خوردیم و زیادی که بردیم برای چند ماه طول میکشه تا بگن آقا مثلا این 6 تا 25 دلار 150 دلار خورده، بعد از 6 ماه ما میدیم. بهتون گفتم ما یه دوست دیگه داشتیم قشنگ سر ماه کردیت کارتش داده بود برای من نوشت که اینقدر نمیدونم کرون اینقدر دلار کم. یه دوستی بهش گفت آقا اگه مشکله چند ماه بده. من بهش گفتم نه عزیز مشکلش برای منه، من اینجا میزنم، ولی اینجوری من میدونم آقا تو 20 دلار میدی، اون 10 دلار میده، اون 30 دلار میده، ما میتونیم روش حساب کنیم. این رو هم دیگه حساب کردن خیلی خوب. دوباره چشمتون روز بعد نده همین ماجراهای دزدا رو میخوان بگیرن. بابا 300 میلیون دلار 300 بیلیون دلار میبره کانادا، اونجا سکیوریتی و امنیت هم بهش میدن. اون دوز نیست، یه آقایی که برای ما 100 دلار خواسته بفرسته توش کلمه ایران رو نوشته، پوله رو نگه داشتن، پوله الان افتاده دست نمیدونم هوملند سکیوریتی تریجری اصلا چی میشه، اداره دارایی فلان. اینم ما بیچاره ها که امیدمون به سیستمای امنیتی این کشور هست. اون بنده خدا گفت آقا بانک من گفته که این چون آمریکا هست شما اینجا هستید فلان اینا، باید از بانک بفرستم درست کنم، نامه میفرستم، آدرس میفرستم، همه کار دارن گرفتارن. ولی دوستان وقتی شما به این نفر میگید آقا من برات میفرستم، خب بفرستید دیگه. نمیخوام بگم من اینجا گرسنه نمیمونم تا اون برسه، ولی این اون احترام به گفتار هم دیگه از بین میره. یعنی دیگه رو حرف شما هیچ کس نباید حساب کنه. شما اگه گفتی میام، اگه کس پرسید میاد یا نه، دیگه ما نمیتونیم بگیم نه این حرفش حرفه. اگه بگه میام مگر اینکه تصادف کنه، میگیم والا معلوم نیست. خب اگه اومد کارمون خیلی خراب. در هر صورت نهاری که برای تلویزیون مردم خیلی گرم تمام شد. خب هوشنگ ترسو ممنونم، همشهری هوشنگ شیرازی، حمایت از تلویزیون مردم به دست من رسید، ممنون و متشکرم. کتابا رو برات هویدا دو جلد برات صبح سه‌شنبه ماکسیمم، اگه فردا صبح کاری نداشته باشم برات فردا صبح میفرستم و همونجوری هم که میخوای برات شماره شو اینا رو میفرستم بتونی چیز کنی. درباره مناظره با خانم نیه توضیح دادم به اندازه کافی، امیدوارم توضیحات من قابل قبول برای ایشون باشه و ایشون بیاد صحبت کنه. شما نظرات من رو به عنوان یه فرد مخالف با سیستم پادشاهی شاهنشاهی شنیدی، یه نفرم که موافقه بیاد بگه. الان شما برنامه آقای مینویی رو نگاه کنید، آقای مینویی با وجودی که موافق پادشاهی و سلطنت و اینا هست، خودش میگه آقا بد کردن، اشتباه کردن، میگه آقا شاه بی خود کرد که آقای خمینی رو فرستاد ترکیه. آقا اگر جرمی مرتکب شده این دادگاه این چیز بفرستش دادگاه ارتش، دادگاه فلان، زندان، مردم رو میفرستی خارج. بیاین صحبت کنیم.
نرین یه ویدیو نگاه کنید، حتی شما نمیدونید این ویدیو مال چه تاریخیه، بلد نیستی زیرش تاریخشو نگاه کنید یا دقت کنید ببینید اون زمانی که حرف زدن بر اساس گفته هاشون این ویدیو مال کی بوده و کی هست. خب چیزایی که اینجا گفتم دربارش صحبت میکنم، 15 تا مطلب بود صحبت کردم، اگه چیزی از قلم افتاده، جمشید قرار شده این ویکند شانس آورده، لانگ ویکند هم هست، بره بشینه اون شهر و شعر و اینا رو پیدا کنه به من بگه، اشتباهات دیگرم بگه، منم بهش ثابت کنم که من توان و قدرت این رو دارم که با اشتباهات خودم روبرو بشم، بیام بگم اینجا اشتباه کردم، عذر میخوام و مسئله رو بذاریم بریم جلو، با این دوستمون بریم به پیش. خب روانشناسی سیاسی و رهبران سیاسی روانی، مسعود نقلکار دکتری که تو آتلانتا است، من چند بار با ایشون مصاحبه کردم، کتاباش و اینها رو این برابر تا اونجایی که حوصله داشتم خوندم، من حوصله خوندن ندارم ولی اگر کتابی به صورت گویا باشه، رو ماشین که دارم رانندگی میکنم، وقتی اینجا دارم کار میکنم اونها رو گوش میدم، یک کسی مقاله‌ای رو به صورت نوشتار بنویسه، بایگانی باشه برای مدارک خودش دیجیتال، برای این رو هم گویا کنه، این دوست ما که هر وقت خودش بخواد اسمش رو میگه به شما، این دوستمون مقاله رو مینویسه، الان مثلا من اون نوشتهش رو برای آقای یزدان خداوندلو گذاشتم، بعد اون چیزایی رو که به عنوان برنامه هفتگی، راستی ما دوشنبه برنامه نداریم، شما اگه چیزی برای گفتن داری احتمالاً چهارشنبه، مگر اینکه من برنامه‌ای که گذاشتم به اصطلاح عوض بشه و دوشنبه از بی‌حوصلگی و از اینکه شماها رو میس کردم دلم تنگ شده بیام سراغتون. یکی از عرصه‌های به آقای نقره‌کار گفتم آقای نقره‌کار شما که میدونی ایرانیای دیگه هم مثل من اکثرا تنبل هستن، آقا اینو نوشتی گذاشتیش تو وبسایت گویا، این رو گویاش کن، خودت با صدای خودت بخون بفرست که ما تو رادیو تو تلویزیون بتونیم پخش کنیم. شماها رادیو تلویزیون ها رو هم ذلیل کردید، رادیو فردا مقاله میذاره، رادیو زمانه مقاله میذاره، رادیو خانه نمیدونم چی مقاله میذاره، قاطی کردید همه چیزو. آقا کسی که مجله میاد دستش میره میشینه یه جایی، ببخشید این روزا بیشتری ها تو توالت مجله میخونن که کار بسیار بدیه، اولا توالت پر از جرمه، تو هواش مجله و روزنامه‌ای که اونجا نگه میدارید خیلی بده، تمام جرم همه اونجا جمع شده، بعد به دلیل اینکه شما دارید مقاله میخونید بیشتر از حدی که باید اونجا میشینید، باعث بیماری های روده‌ای میشه، بزرگترینش بواسیره، کارتون رو برید انجام بدید بیان. در هر صورت این مجله و روزنامه و نشریه و اینا خوبه بنویسید، ولی از یه امکانات دیگه استفاده کنید، مخصوصا برای مملکتی که شما میدونید مردمش اهل خوندن نیستن. و اما یکی از عرصه‌های مورد بررسی و شناخت روانشناسی سیاسی، شناخت ویژگی‌های روانی و رفتاری سیاستمداران و بازیگران سیاسی است. چرا یک فرد به دانش و حرفه اغواگر و فریبنده اما پردردسر سیاست روی می‌آورد؟ تأثیر شخصیت روانی و رفتاری فرد بر سیاست چیست؟ سیاست چه تأثیری در ویژگی روانی و رفتاری فردی که به سیاست روی می‌آورد خواهد داشت؟ این یادداشت دیباچه‌ای برای ورود به این بحث است. خب من همه قدش خوندم، خدایش بهتون بگم نمیرم دیگه دنبال باقیش، ببخشید اینم از این. و اما یه دوستمون اون روز من صفحه مجله یا نشریه یا فصلنامه میراث ایرانیان رو به شما نشون دادم، بعد خیلی جالبه واقعا این صفحه‌ای که چند تا طنز نوشته بود، من پیش خودم گفتم این جالبه بیام اینا رو بخونم. حالا امروز قبل از برنامه این دوستمون اینها رو فرستاده، البته عکس گرفتم رو باید یادش بدم یه چیزی بذاره بالای کاغذ وقتی مجله است و اینا، که این صفحه رو صاف ببینی تو دوربینت، قشنگ دوربین رو نزدیک کن، بعد یه دونه تاچ یا تب بزن به صفحه که فوکس بشه. فوکس رو دوستان برای من نوشتن چی میشه یادم میره،
زوم کردن و فوکس کردن اینها. در هر صورت باور کنید همون صفحه‌ای رو که من میخواستم بخونم ایشون برای من عکسش رو فرستاده. روایت هایی نه چندان معتبر درباره برخی اصطلاحات. یکی از این اصطلاحات میدونید که میگه طرف رفته آب خنک بخوره. در زمان قدیم که یخچال نبود، خنکترین آب قنات در تهران قناتی بود که بعدها زندان قصر در آن ساخته و بنا شد. بعد از آن هر کس به زندان می افتاد می گفتند رفته آب خنک بخوره و این اصطلاح بعدها شامل همه زندانی هایی شد که به زندان می افتادن. و اما تعارف شابدالعظیمی، این حتما شنیدید. بذار من اینجوری بهتون نشون بدم، تیکه تیکه شاید بهتر باشه. آها فکر کنم خیلی هم بهتر شد. قدیما که تهرانی ها با ماشین دودی به زیارت شابدالعظیم می رفتن، پول رفت و برگشت ماشین رو باید اول می دادن. برای همین اهالی شهر ری که مطمئن بودن مهمانانشان چون بلیت را قبلا تهیه کردن حتما به خانهشان می خوان برگردن، الکی تعارف می کردن که تو رو خدا شب رو همینجا پیش ما بمونید. از اونجا این تعارف شابدالعظیمی ضرب المثل شد. و اما حتما شنیدید که میگن جور کسی را کشیدن. من فکر میکردم این جور اون زحمت و عذابه. بذارید من برم این مجله خودم رو بیارم که این رو بهتر بخونم، اشتباه نکنم. از جمشید میترسم دیگه. یک لحظه با ما باشید. آقای مهندس اون مجله رو بیار. مهندسم به خیلی مش سفری بود در هنرستان که ما بودیم، ایشون مستخدم بود، اهل یاسوج بود، لور بود و هر وقت یه چیزی بهش میگفتیم میگفت آقای مهندس الان ایرم، الان ایام، چشم رو چشم. و اما من مجله خودم رو آوردم اینجا. بله، جور کسی را کشیدن. جام‌های شراب در قدیم دارای 7 خط بودند. این اون طرف 7 خطه اتفاقا از همین میاد. حالا کدومش اول کدومش دوم بماند، میگفتن طرف 7 خطه یعنی ظرفیت مشروب خوردنش خوبه. جام‌های شراب در قدیم دارای 7 خط بودند و هر کس بنا بر ظرفیتش تا یک خط خاص میتوانست شراب بنوشد. این خط‌ها عبارت بودند از 1 مزور، 2 فرودینه، 3 اشک، 4 ارزق، 5 بصره، 6 بغداد، 7 جور یا جور. هر کس شرابخوار قهاری بود و می توانست تا خط 8 شراب بخورد به 7 خط معروف می شد. بعضی مواقع شخصی برای خودنمایی تقاضای پر کردن جام تا خط 7 می کرد ولی نمی توانست همه شراب را بنوشد. در اینجا دوستانش برای حفظ آبروی او تا خط جور، همون خط 7، شراب او را سر می کشیدن و اصطلاح جور کسی را کشیدن از اینجا ضرب المثل شد. اجازه بدید که بله، این نشریه سماسما میاد، این مال تابستان 1395 همین سال. اینها رو هوشنگ جان من برای شما پست میکنم، اگر نداری اقلا اینها رو بگیری بخونی. مجله خوبیه، یه طرفش انگلیسی یه طرفش فارسی. و اما بوق سگ، طرف میگم مثلا تا بوق سگ اینجا بود یا تا بوق سگ بیدار بود و اینها، میدیم از کجا اومده. اصطلاح بوق سگ چیست؟ اینکه گفته میشود از صبح تا بوق سگ سر کارم. در قدیم بازارها دارای 4 مدخل بودند که شبانگاهان آنان را با درهای بزرگ می‌بستند و تمامی دکانها نیز به همین طریق قفل می‌شدند. از آنجا که همیشه احتمال خطر می‌رفت، نگهبانانی نیز شب در بازار پاسبانی می‌دادند. یادتونه به اینا می‌گفتن شب‌پا.
به دلیل اینکه نمیتوانستند تمامی بازار را کنترل کنند، سگهای وحشی به همراه داشتند که به جز خودشان به دیگری رحم نمیکردند. پاسبانان شب در ساعت معینی از شب در بوق بزرگی که از شاخ قوچ بود با فاصله زمان معینی میدویدند، بدین معنا که عنقریب سگها را در بازار رها خواهیم کرد. دکانداران نیز سریع محل کسب خود را ترک کرده و به مشتریان خود میگفتند دیر وقت است و بوق سگ را نواختند. از آن زمان بوق سگ اصطلاح دیر بودن معنا گرفت. ممنونم از دوست عزیزی که اون رو عکس گرفت و فرستاد و همونجوری که گفتم باور کن من این صفحه رو اصلا اینجوری هم میبینی الان درستش کردم، اینجوریش تاک داده بودم که امروز بخونم، ولی اگر شما اینو نفرستاده بودی اینا توی آشپزخونه مونده بود، یادم رفته بود، پس ممنونم از شما. خب مرسی مرسی مرسی. و اما یه دوستی اینجا یه چیزی نوشت و رفت. من نمیدونم اینایی که میگن آقا ول کن، آقا ببخشید اینو میگم، اگر ول کنیم که شما خفه میشی، پس بذار ول نکنیم. دوست عزیز، مگر کسی دست و پای شما رو بسته آورده بشینید منو نگاه کنید یا حرفای منو گوش کنید؟ برید مزخرفات منو گوش نکنید، مزخرفات یکی دیگر رو گوش کنید. کجای دنیا شما دیدید یه نفر به خودش اجازه بده بیاد یه برنامه ای رو ببینه، در حین برنامه زنده اون زیر برای طرف بنویسه آقا بابا ولمون کن، آقا ول، اصلا شما ول بودی، برو دنبال کارت. چی بگیم به خدا به این ملت؟ عجب ملتی هستی. حالا دیگه تروریست ها هم در امان نیستن که براتون اینو گفتم، ماجرای اون جمشید پیامشو خوندم براتون. و اما این بود بررسی رأی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و تأثیرات آن بر انتخابات آمریکا و آینده ایران. این آقای دکتر کوروش عرفانی تنبونیشو نمیتونه بکشه بالا، میخواد راجع به بریتانیا، راجع به اتحادیه اروپا، راجع به تأثیرات اون بر انتخابات آمریکا و ایران صحبت کنه. آقا برو تو رو خدا، ببخشید من قدیما و بابای منم گاهی وقت به این اون میگفت، وقتی ناراحت شد از دستی کسی میگفت برو برای مادرت یه شوهری پیدا کن. حالا نمیدونم این ضرب برو ننت شوهر بده، این ضرب مثلا از کجا میمد؟ به طرف توهین میکردن، میگفتن یعنی مادرت از بیشوهری داره مثلا کارهای بد میکنه تا بتونه امور شما رو بگذرونه. آقای کوروش عرفانی تو رو خدا، شما برو برای ننت یه شوهری پیدا کن، ول کن بابا مردم. اگه دکتری کار میکنی ول کن. چیه میای میگی مزخرفات و انتخابات آمریکا و اتحادیه اروپا و تازه بررسی هم میکنن کی؟ با تیمور لنگ. برید به این تیمور لنگ یه صدقه بدید، الان عید فطره، این بدبخت خدا زده رو نجات بدید، اینجوری ازش بیگاری نکشید. و اما یک جمعه است، یک کمی هم با هم مزاح کنیم، بگیم، بخندیم. اتفاقا امروز روی صفحه خودم یه چیز خنده‌دار گذاشتم، ولی خب حالا نمیدونم این جای خنده داره یا جای این. شما معنی تأمل، تحمل و اون تأمل با الف، اون یکی دیگه تأمل با عین، اینا را شما میدونید؟ یه کسی برای من توضیح بده تحمل، تأمل، تعامل که مینوسن مثل تعامل اینجوری، اینا رو توضیح بدید. اینا بعضی وقتا باید تأمل کنیم، تحقیق کنیم. این آقای دکتر ناصر طهماسبی بنده خدا میگفت، نمیدونم کجاست الان، حالش چجوریه. در هر صورت این آقا ببینید یک فنجون چایی جلوشه، یک کاسه سوپ جلوشه، چند تا نون جلوشه، نوشته که ببینیم چی نوشته بنده خدا. نوشته من به فامیل خودم اطلاع دادم که دیگه نمیتونم اینجا توی آمریکا زندگی کنم، نرسینگ هوم یعنی خانه سالمندان، پولی که خانه سالمندان از من میگیره خیلی زیاده و من نمیخوام به اصطلاح بار سنگینی باشم روی دوش شما فرزندانم. therefore یعنی بنابراین I have moved to Central America، بنابراین من رفتم آمریکای مرکزی اونجا زندگی کنم، جایی که دلار هنوز ارزش داره،
and I can spend what little money I still have left. و من اونجا میتونم مقدار پولی رو که خودم دارم خرج کنم و خوش باشم و اینها. بعد نوشته که توی این سالهای آخرم هم میخوام اگر قراره زندگی کنم و بمیرم دیگنیتی، این کلمه دیگنیتی یعنی با غرور با شرف اینها باشم. در صورت ببینید حالا این آقا کجا رفته و داره چه کار میکنه. این هم سنترال امریکا دوستان، این عکس هم به هیچ وجه غیر مجاز نیست. این که مثل مادر همه شماها که به خدا ایمان دارید حوا موهاش ریخته رو سینه هاش، اینجاش هم پوشوندن با یه برگ مو یا هر چیز. در هر صورت اینم برای اونایی که پول ندارن و باید اینجا بشینن هر روز تنها در خانه سالمندان، برن آمریکای مرکزی. نمیدونم این بنده خدا خانم ها هم، البته شنیدم الان تو ایران میگن همینجوری که آقایون میرن زنای خیلی جوون میگیرن، الان رسم شده خانمایی که اینجا شوهر موهرشون فوت شده یا طلاق گرفتن میرن پسرای جوون رو استخدام میکنن برای شوهری و میارن آمریکا. چیزی که عوض داره گله نداره. خب این هم ماجرای این. و اما دیدار و گفتگوی 3 ساعته هیئتی از جدا شدگان فرقه رجوی با معاون سفیر لهستان در پاریس. این رو آقای قربان علی حسین نژاد روی بالاترین گذاشته بود، روی فیس روی ایمیل هم برای من فرستاده بود. من برای ایشون نوشتم که سلام بر شما، لهستان چه نقشی در ماجرای سازمان مجاهدین داشته یا میتواند داشته باشد؟ لطف کنید توضیح بدید. ایشون پاسخ داده، نوشته با سلام آقای سوربی، اگر متن کامل گزارش را بخوانید میبینید که ماجرای لهستان در رابطه با سازمان مجاهدین نیست. موضوع لهستان فقط مربوط به مراسم شو نمایشی مریم رجوی در روز 9 ژوئیه، یعنی ماه آینده، نه دیگه این دیروز بوده، این ماه 9 این ماه در پاریس میباشد. فرقه رجوی امسال چون از آوردن ایرانیان که هیچ، بلکه حتی از آوردن عربه های فرانسه هم ناامید شده، به علت این که با آنها در تظاهرات قبلیشان دعواشون شد سر سخنران اسرائیلی، حالا برای پر کردن صندلی های سالن نمایشگاه فرودگاه برژه پاریس، چون امسال فرانسه سالن هر ساله ویلپن را هم بهشون نداده، روی آورده با آوردن انبوه جوانان و دانشجویان از لهستان و چند خبرنگار و نماینده پارلمان از اردن، مصر، سوریه و عراق. ما به سفارت لهستان 90 صفحه اسناد و مدارک و عکس از سایت ها و فیسبوک ها به زبان لهستانی و آگاهی های شرکتی، پوششی در مطبوعات لهستان و نامه ها و کامنت ها و انواع تبلیغات اینترنتی به زبان لهستانی برای کشاندن مردم این کشور به پاریس به عنوان گردشگر و گردش در پاریس فقط با 35 یورو انجام کارهای اداری و غذا و هتل و هزینه های دیگر دادیم که برق را از اینها پراند. 3 ساعت با ما مصاحبه کردند که بی سابقه بود و هیچ سفارتی اینقدر حتی با دیپلمات‌ها و مقامات کشورها صحبت نمی‌کنند، چون برایشان خیلی عجیب بود. خود سفیر هم وارد قضیه شد و مطبوعات و دستگاه اطلاعاتیشان را خبر کردند. تازه فهمیدن اینها در کشورشان چجوری کلاهبرداری می‌کنند، چون خطر این است که جوانانشان را بیاورند اینجا که دیگر بر نگردند و تروریست‌های داعشی و امثال آنها زیر پوشش این مسافری و مسافرت کم هزینه بیایند فرانسه بمانند و عملیات تروریستی انجام دهند و پای دولت لهستان هم به میان کشیده شود. خیلی از ما تشکر کردند و خواستار دیدارهای بیشتر در آینده شدند. واقعا خجالت به این سازمانی که هوادارش یا عضوش این دوست ما آقای مرداد شیرازی باشه. میگیم آقا یه شیرازی میخواد باهات صحبت کنه، بگیم من کاری ندارم به کسی. سازمان رفت افغانی ها رو آورد، رفت ایرانی ها رو آورد، ایرانی ها خسته شدن، افغانی ها خسته شدن، رفت کشورهای دیگر رو آورد، جنگ و دعوا و فلان اینها شد، حالا باید بره شرکت کننده بخره. شرکت کننده بخره یعنی چی؟
وقتی که شما 300 دلار 400 دلار 500 دلار هزینه داشته باشی ولی 225 دلار بگیری که اونم طرف به اصطلاح نگه آقا چرا میخوان منو مجانی برن یا شاید قانونن اشکال داره، این واقعا خجالت آوره. مجاهدین شما از مسئولینتون بخواین، میدونم مغزاتون شستن حق سوال کردن ندارید، ولی بخواین بگید آخه این چیه، ما رو 50 سال بعد به کجا بردین که اسم مستعار شما امروز از رجوی شده لجنی، خودتون رو به لجن کشیدید، این بیچاره ها رو هم دارید به لجن میکشید، نکنید والا. وقتا میگفتن ماهی رو هر وقت از آب بگیرن تازه است، شما هم از این لجن بیاین بیرون، برید قشنگ این مسیحیان که وایسادن منتظرتون غسل تعمیدتون بدن، بلکه یه چیزی بشه. فیلم تکان دهنده ای از آموزش گردن زدن با شمشیر به کودکان در مسجد شیعیان در تورنتو کانادا، اتحاد انجمنها برای ایران آزاد. این رو هم اتفاقا همین آقای مهرداد شیرازی مجاهد عزیز این رو برای من فرستاده. میگم خب آقا این رو کانادا فرستاد، شما میدونید حالا چه باید کرد؟ شما وجود و عرضه و جرأت و شهامت دارید که به دولت کانادا بگید آقا این چیه؟ خود شما که اصلا فلسفه سازمانیتون بر اساس ترور هست. امروز با یه خبرنگار آمریکایی نوشتم آقا شنیدم شما میخوان برید اینجا، شما میدونید اینا کیان؟ برنامه های اینها رو با مشاورای آمریکایی اینها میدونید کیان؟ اینا کسایی هستن که یه روز میگن آمریکایی‌ها رو باید بکشیم تا نمیدونم امپریالیست از بین بره، وقتی که به جای دیگه آویزون نیستن صدام حسین ولشون کرد وسط زمین آسمون رفتن حال دنبال آمریکایی. ولی اینا میرن، این افراد پولی بهشون میدن آنچنان، مثل این کندی عقب افتاده، مثل اون نوت گینگریچ، مثل اون جولیانی، اینا به خاطر پول، به خاطر هم خوشبشایی که ببینید خنده های این جولیانی پیرسگ با این خانم مریم رجوی. آخه خانم مریم رجوی شما چی داری برای این تعریف میکنی که اینقدر قند تو دلت آب میکنن؟ خود دیگه وقتی کسی شوهرش 10-15 سال غائب شده باشه مجبور دیگه حالا با هر کی دم دستشه یه قندی آب کنه، یه آبی گرم کنه. دوستان عزیز بس، بیش از این برای خودمون دشمن پیدا نکنیم و بزن که سوز دل من بساز میگویی. یک نوازنده اینم بخونم، اینم علی شیرازی برای من فرستاده و من اینا رو میبینم، باور کنید منم شاید اندازه شما لذت میبرم که یه نفری توی این گذرگاه‌های فرانسه یا هر کشور دیگه آلمان موزیک بزنم. ولی دوست عزیز شما که آمریکا زندگی کردی، من پاریس بودم، آلمان بودم، داری رد میشی، چهار نفر میان یه موزیک عربی میزنن، یکی میرقصه، یکی میاد اسپانیش میزنه میرقصه، یه ایرانی هم ممکن بیاد بزنه بره، چیز بزرگی نیست، چرا شما اینقدر بزرگش میکنید؟ حالا بیان بخونیم ببینیم این چی نوشته. براتونم نشون بدم که اگه من اشتباه کردم جمشید از دو جمشید معلم نبودی، مجانی کار میکنی یا غلط میگیری؟ معمولا معلم ها این تو خونشون هست که اگر یک کسی اشتباه میکنه بهش میگن. خب یک نوازنده دورگرد فرانسوی به نام اریک که سالهاست به ایران و فرهنگ پربارش علاقه دارد و یک سال است که دارد زبان فارسی را یاد میگیرد، اغلب روزها در مرکز شهر لیل فرانسه با ویولونسل یا سلوی خودش سرود ای ایران را بدون بهره‌گیری از نوت و از حفظ می نوازد و آن را برای رهگذران می خواند. کسانی که اریک را می شناسند او را مردی خوشمشرب و دوست داشتنی می دانند، گویا تیون و آهنگ دلنشین این سرود جاودانه زیر پوست اریک نیز نفوذ کرده. حالا دنبالش دیگه براتون نمی خونه. دور از تو اندیشه بدان پاینده مانی تو، دور از تو اندیشه بدان، ببخشید، دور از تو اندیشه بدان پاینده مانید و جاودان. یادم اولین روزی که ما این برنامه رنه رو باز کردیم که ایرانی ها جمع بشن دوره هم، گفتیم چی کار کنیم؟ گفتیم حالا توی برنامه قبل از خانم لیلا فروهر و قبل از همه اینا، گفتیم ما با وجودی که آمدیم اینجا موزیک بزنیم، برقصیم، شاد باشیم، خوراک بخوریم، مشروب بخوریم، برنامه رو با سرود ایران، ولی میدونستم که ایرانی ها سه خط اولش رو که بخونن از جمله خود من بلد نیستیم. رفتم یه سری چاپ کردم، فکر کنم 100 تا 3 سنت هم دادم، 3 دلار کاغذا رو چاپ کردم و اینا رو دادم دست مردم که هر کی وایساده میخونه اقلا آبروریزی نکنه از بیت سوم میگه نه 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 نه. آقا این آقا به هر دلیلی دوست دختر ایرانی داشته، همسایه ایرانی داشته، دعوتش کردن چلو کباب خورده،
با اون فرهنگ آشنا شده. چرا ما ایرانیا اینقدر دنبال خارجی ها موس موس میکنیم؟ یادتونه این خانم امرساین بود؟ کی بود؟ امرساین آمد این شعر گل سنگم رو واقعا خراب کرد. گل سنگی که اون همشهری ما اسمش هم یادم رفته دیگه، بیژن سمندر، به اون زیبایی سروده بود. ستار و دیگران به این قشنگی خونده بودن. بعد این آمد گلی سنگم گلی سنگم، چه پولهایی به پای این ریختن. هنوز تا هنوز داره با آقای انوشیروان روحانی این ورور میچرخه و پول من و توی بدبخت خدا زده عقب افتاده رو میکشه بالا. اون وقت هنرمندای ما باید برن زیرزمینی موزیک اجرا کنن. حتی شکایت شده بود از رادیو جوان توسط خوانندای روی زمینی که آقا این رادیو جوان چجوریه که میاد ایران خوانندای زیرزمینی رو به اصطلاح پروموت میکنه، تشویق میکنه و شماها که اینقدر خواننده ها رو اذیت میکنید به اینا کاری ندارید. دوستان عزیز دیگه واقعا وقت تموم شد و بذارید ببینم چیز مهمی هست که اینجا نگفته باشم. دیدار 3 ساعته مسجد شیعیان در تورنتو ایران انتوم. ضمناً دوست عزیز این سرود ملی نیست، اشتباه نکنید، سرود ای ایران سرود ملی ایران نبوده و نیست هنوز. ای کاش شاه و اطرافیانش انقدر عاقل انقدر وطن پرست بودن به جای شاهنشاهی ها زنده باد اینو میذاشتن، اون وقت خمینی و یارانش نمیتونستن اینو عوض کنن. گویا تا حالا 3-4 بار سرود ملی ایران عوض شده و نمیدونم، امیدوار باشیم یه آدم عاقلی بیاد این سرود ای ایران رو بکنه سرود ملی. ولی این نشنال انتوم نیست، اشتباه ننویسید، سرود ملی نیست. یک. دوم، همین سرود آیا این جنبه نجات پرستی نداره؟ این برای یه زمانی خوب بوده، همین الان تو آمریکا گویا یا تو کانادا دارن سرود عوض میکنن، چون یه جایش مثلا میگه همه مردان، این میگن نه آقا مردان تنها نیستن، با زنان مردان بشن، یه چیزای اینجوری. با زمان پیش برید، با زمان عوض بشید. این شعر سرود ای ایرانی رو که آقای فرحی اگه اشتباه نکنم خونده اونو گوش بدید، من براتون جمعه براتون چهارشنبه پخشش میکنم، سرود ای ایران جدید. اون میگه چیه هی به اینو اون میگیم ما خاکمون از جواهر و من از تو بیشتر میفهمم، اینقدر دروغ گفتید به اینجا رسیدید، برید نگاه کنید، ما دو خودمون دشمن خودمون هستیم. پیداش کنید، پخش کنید، برای خودتون لذت ببرید، آخر هفته خوبی داشته باشید. اگه در آمریکا هستین 4 جولای سیف و امن و امین ای داشته باشید، و اگر قراره برای تلویزیون مردم پول بفرستید، اول پول بفرستید بعدم برید مهمونی، که اگه منفجر شدید کشته شدید حداقل پول ما رسیده باشه. این حقیقت اینجوریه. بعضی وقتا خیلی ها به من میگن آقا من آخر ما به شما پول میدم، میگم آقا تو آمریکا اینجوریه، شما اول ما پول میدی، معمولا هم اینجوریه، چون ما بالاخره یه شرکتی داریم، یه چیزی رو استبلیش کردیم، یه کردیت و اعتبار داریم. من شما رو نمیشناسم، اینجوری آشنا شدیم، بعدم 2-3 ماه اون ندی اونو ندی، بعدم من هر شب باید بشینم دعا کنم خدایا فلانی رو زنده نگهدار، خدایا سلامت نگه بدار، خدایا اونم زنده نگه دار اونم بده کار، خدایا اونم زنده نگه دار. چرا راستی برای خدا اینجوری میکنم؟ شاید خدا هم گودی گودی ها بوده، گودی گودی ها گودی گودی ها گودی گودی ها. خداحافظ شما تا یا دوشنبه یا چهارشنبه، به احتمال 95% چهارشنبه با شما خواهیم بود. آقای یزدان خداوند رو از آلمان خواهم بود و دیگه حرفی ندارم، چه اینجا چه اونجا. روز روزگارتون خوش. دوستانی هم که در فیسبوک بودید ازتون ممنونم، به دیگران هم اطلاع بدید. مرسی مرسی مرسی.